با سلام و عرض ادب خدمت شما دانش آموزای عزیزم، امیدوارم حالتون خوب باشه. با یک جلسه دیگه از دوره 0 تا 100 در خدمت شما هستیم. امروز با هم دیگه می‌خوایم یه سری تکنیک جدید یاد بگیریم و یه سری مثال‌های جدید با یه سری تکنیک‌های جدید حل کنیم. امروز شاید 200 تکنیک جدید فکر کنم یاد بگیریم و با هم دیگه تکرار رو تمرین بکنیم. جلسه قبل تا ابتدای مثال 25 گفتیم و میریم سراغ مثال 25. مثال 25: اگر تساوی دو برابر قدر x، ببینید دو برابر قدر x به اضافه 1 به اضافه قدر منهای 3 منهای x برابر باشد با 3x به اضافه 1 برابر باشد با 3x به اضافه 1 برقرار باشد، خب x در کدام بازه هست؟ بچه توی جزوهتون یه اشتباه تایپی هستش، هست بچه در کدام بازه هست. خب اینو اصلاح کنید لطفا. خب بریم سراغش، بریم سراغ مثال شماره 25. خب بچه ها امروز ما میخواییم یک خورده این عددگذاری که داشتیم رو ارتقا بدیم. خب یه خورده این عددگذاری که داشتیم رو ارتقا بدیم. جلسات قبل ما عددگذاری چجوری حل میکردیم؟ به گونه ای بودش که زمانی که میخواستیم عددگذاری کنیم هیچ محدودیتی نداشتیم، یعنی هیچ بازه عددی ما نداشتیم. قبول اینا عددمون از منهای بینایت تا مثبت بینایت میتونستیم بدیم، درسته نه؟ اینجا دقیقا همینا، میتونیم هر عددی که دلمون میخواد بدیم، اما واسه این که زودتر به جواب درست برسیم، همونجور که دفعه قبلی توی اون قسمت قبل خب توی اتحادها بهتون گفتم 0 1 منفی 1، خب یه راه حل بهتون گفتم، این ستا عدد رو گفتم همیشه این ستا عدد کار ما رو سریعتر جلو میبره. اینجا هم الان میخوایم یه خورده تکنیک رو ببریم بالاتر. هر وقت توی گزینه هامون به صورت بازه داشتیم، ما میتونیم در 99% مواقع میتونیم از تکنیک عددگذاری استفاده کنیم. حالا چی جوری عددگذاری کنیم؟ چه عددی بذاریم؟ خب این خیلی مهمه. چه عددی بذاریم خیلی مهمه. این نکته رو یادداشت کن. چه عددی بذاریم؟ عددی گذاشته میشود، یا بهتر اینجوری بگم، بذارید یه لحظه اینجوری بگم بهتره، تفاوت بین گزینه ها، تفاوت بین، همین یه کلمه، همین دو تا کلمه کفایت میکنه، تفاوت بین گزینه ها. این یه کلمه ای که گفتم، این دو تا کلمه ای که گفتم یعنی چی؟ ببین بیا بین گزینه ها تو تماشا کن، بیا گزینه ها تو تماشا کن. برای مثال این گزینه شماره 1 میگه منهای بی نهایت تا منهای 3، قبول یا نه؟ یعنی عدد مثبتی عضوش نیستش، یعنی از منهای بی نهایت شروع میشه تا منهای 3. میگه جواب درست مسئله اینه. گزینه ای دو میگه نه، جواب درست مسئله یه چیز دیگه است، میگه از منهای 3 تا 1. خب اما گزینه 3 چی میاد میگه؟ گزینه 3 میاد میگه که نه، این دوتا هر دوتا اشتباه، جواب درست اینه که 1 تا مثبت بی نهایت. گزینه 4 میگه نه، منهای 1/3 تا مثبت بی نهایت. خب حالا کدوم درست میگه؟ چجوری تشخیص میدیم کدوم درست میگه؟ ما میایم یه نمونه، خب یه نمونه انتخاب میکنیم، یه نمونه انتخاب میکنیم از یکی از گزینه ها. خب نمونه ما بهتر گزینه عددی انتخاب بشه که دو تا گزینه درش داخل دو تا گزینه باشه، داخل دو گزینه نباشه. یعنی چی؟ نگید بچه ها من میام یه نمونه انتخاب میکنم، مثلا گزینه دو میگه منهای 3 تا 1 دیگه. خب من مثلا یه نمونه ازش انتخاب کنم، میگم x مساوی با 0، یه نمونه ازش انتخاب کردم دیگه، یک عدد ازش گرفتم. خب گفتم مگه تو نمیگی گزینه دو درسته؟ گزینه دو میگه من درستم دیگه. مگه تو نمیگی گزینه دو درسته؟ پس من هر عددی ازت انتخاب کنم باید رابطه من برقرار باشه. من جای x 0 میذارم، میبینم آیا رابطه برقرار هست یا نیست. بیا x رو 0 بذار، x رو 0 میذاریم. خب x رو اگه 0 بذاریم، جای x 0 بذاریم میشه 2 به اضافه منهای 3، منهای 0 میشه منهای 3، قدر مثبت منهای 3 میشه 3، 2 به اضافه 3 اونور چی میشه؟ 0 بذارم میشه 1. آیا 2 به اضافه 3 مساوی با 1؟ میگیم نه. خب یعنی چی؟ گزینه 2 ادعا کرده بود من درستم، گزینه 2 اومده بود ادعا کرده بود که من درستم، اما من گفتم یه دونه نمونه ازش انتخاب کردم، x مساوی با 0 انتخاب کردم، دیدم اشتباه شد، پس ادعای گزینه 2 رد میشه، یعنی گزینه 2 خط میخوره دیگه، درست نیست.
و هر گزینه‌ای که دقت کن و هر گزینه‌ای که x مساوی با 0 توی خودش داشته باشه خط می‌خوره. آیا این x مساوی با 0 داره؟ نه. آیا این داره؟ نه. آیا این داره؟ بله. منهای 1/3 تا مثبت بی‌نهایت از یه عدد منفی شروع شده تا مساوی 0 میانه است دیگه، پس 0 هستش. پس اینم خط می‌خوره. چرا؟ چون انگار من یه نمونه ازش از اینم انتخاب کردم دیگه. نمونه‌ای که انتخاب کردم چند بود؟ 0 بود. دیدیم که 0 صدق نمی‌کنه. 0 اشتباهه. پس تمام گزینه‌هایی که 0 رو دارن اشتباهن. درسته؟ خب بریم سراغ بعدی. حالا فهمیدید چرا میگم که باید عددی که انتخاب میکنید تمام سعیتو بکنی اختلاف بین دو تا گزینه، یعنی دو تا گزینه داشته باشن، دو تا گزینه نداشته باشن، چون اگه درست باشه دو تا گزینه میمونه، دو تا گزینه خط میخوره. قبوله؟ اگه غلط باشه دو تا گزینه خط میخوره دیگه، درسته یا نه؟ به هر حال داری تو دو تا گزینه رو حذف میکنی. قبوله یا نه؟ بریم یه عدد دیگه بذاریم. برای مثال من میخوام جای x بذارم چند. اینجا داره گزینه 1 چی میگه؟ میگه منهای بی‌نهایت تا منهای 3. گزینه 3 چی میگه؟ میگه 1 تا مثبت بینه. کار با عدد مثبت راحت تر دیگه. من جای x برای مثال میذارم 2. جای x خود 1 نمیتونی بذاری چون بازش بازه، حواستون باشه. خب جای x میذارم 2. خب میام حساب کتاب میکنم. جای x اگه بذارم 2، 2 2 به اضافه 1 3، 2 3 تا 6 تا به اضافه منهای 3 منهای 2 میشه منهای 5، قدر مطلقش میشه 5، 6 به اضافه 5 برابر است با جای x اگه بذارم 2. یه لحظه ببینم چی شد. منهای 3 منهای 2 میشه چقدر؟ میشه 5. درسته؟ خب 6 به اضافه 5 هم چه 11. اون بر 2 گذاشتم، 2 3 تا میشه 2 3 تا شد چند؟ 2 3 تا میشه 6 تا، 6 به اضافه 1 هم میشه 7. یه لحظه انگار مغزم هنگ کرد. خب آیا 6 به اضافه 5 برابر با 7؟ حرف منو گوش بده. آیا 6 به اضافه 5 برابر با 7؟ میگیم نه. پس اون گزینه‌ای که ادعا می‌کرد x مساوی با 2 جوابم خط می‌خوره، این گزینه مگه ادعا نمی‌کرد x مساوی با 2 جوابه؟ پس اینم خط می‌خوره. درسته یا نه؟ پس اینم خط می‌خوره. پس جواب مسئله ما میشه گزینه شماره 1. جواب مسئله ما میشه گزینه شماره 1. به همین آسونی تونستیم مثال حل کنیم. جلوتر که بریم با تکنیک عدد گذاری توی همین جلسه توی تستای آموزشی و توی تستای سنجشی بیشتر آشنا میشیم. فقط همینجا رو تا همینجا از من قبول کنید، توی تستا خیلی خیلی بیشتر باش کار داریم. نکته شماره 18، رسم نمودارهای قدر مطلقی. نمودار خود قدر مطلق x هفتی بود دیگه، درسته یا نه؟ به صورت هفت بود. نمودار آبشار رو یاد گرفتیم، نمودار گلدانی رو یاد گرفتیم، قبول یا نه؟ مون چی؟ مون حالا اگر برای مثال یه نمودار مثل تابع f به من بده. حالا من این f رو اینجا کشیدم. خب f توی جزوه‌تون نیست، شما لطفا رسم کنید واسه خودتون. به هر حال یه سری چیزا رو توی جزوه آدم نباید بذاره دیگه، چون امکان پخشش هست. به خاطر همین شمایی که توی کلاس هستید باید یه سری نکته بیشتری یاد بگیرید. حالا نمودار F اینجا رسم شده، درسته؟ نمودار F اینجا وسطتون رسم شده. خب میگه اگر من بخوام قدر مطلق Fx رو رسم کنم باید چی بشه؟ قدر مطلق چی کار میکرد؟ قدر مطلق خاصیتش چی بود بچه ها؟ قدر مطلق میومد هرچی عدد منفی بود به ما مثبت تحویل میداد. قبول یا نه؟ مثبت ها خودش میشدن، منفی بودن قرینه شون رو به ما تحویل میداد، مثبت میکرد، درسته یا نه؟ خب ناکن دقیقاً این شکل رو نگاه کن. زمانی که میگه قدر مطلق Fx رو رسم کن، خب هرچی توی منفی ها قرار داره، هرچی از شکل توی منفی ها قرار داره، دقیقاً قرینه میشه میاد بالا. ناکن قرینه میشه میاد بالا رسم میشه. ناکن این قرینش رسم شد، درسته؟ حالا یه مثال دیگه ببینیم. برای مثال این نمودار من باشه، نمودار سینوس x، درسته؟ خب این نموده برای مثال فکر کنم الان سینوس x، یه شکلی کشیدم الان. خب این نمودار fx. اگر به ما بگه قدر مطلق fx رو رسم کن، ما چیکار میکنیم؟ قدر مطلق fx چی میشه بچه ها؟ هر چیزی که پایین محور قرار داره خط میخوره، قبول یا نه؟ دقیقاً همون به همون اندازه قرینش بالا رسم میشه. اگه اینجا منهای 5 باشه اینجا چند میشه بچه ها؟ اینجا میشه 5. قبول یا نه؟ قرینه شد دیگه. خب دوباره اینجا پایین قرار داره، هر شکلی که پایین هست قرینه میشه میاد
بالا رسم میشه، به همین آسونی. پس یاد گرفتیم قدر مطلق اف ایکس چیکار میکنه؟ نمودار اف ایکس رو اول رسم میکنیم. خب حالا اگر به ما نداد رسم میکنیم، اگر به ما داد که چی؟ سپس هر قسمتی از نمودار که پایین تر از محور ایکس قرار داره رو قرینه میکنیم و در بالا رسم میکنیم، به همین آسونی. خب این شد نکته 18. بریم سراغ نکته 19. نکته 19 چی میگه؟ نکته 19 رسم نمودار ایگرگ برابر است با اف قدر مطلق ایکس. تازه قدر مطلق اف ایکس بود، حالا شد اف قدر مطلق ایکس. این چه تفاوتی داره؟ بچه ها توی این گونه از سوال ها شما اول که نمودار اف ایکس رو رسم کردید، خب اول که نمودار اف ایکس رو رسم کردید یا حالا خود سوال بهتون داد، بعدش میایید هر قسمت از نمودار که سمت چپ قرار داره، یعنی سمت چپ محور وای قرار داره، در نیم کره چپ قرار داره، در حالا نیمه سمت چپ قرار داره، درسته، اونو حذف میکنی، بعد میایید نیمه سمت راست رو نگاه میکنی، قرینه‌شو در سمت چپ میکشی. یعنی چی؟ آقای نادری نگاه این ایگرگ مساوی اف ایکس رو اینجا به من داده، قبوله، این ایگرگ مساوی با اف ایکس، من میام چیکار میکنم؟ سمت چپ هر چی وجود داره رو حذف میکنم، قبوله یا نه؟ سمت راست رو دقت کن، هر شکلی که توی سمت راست داری دقیقاً همونو قرینش میکنی سمت چپ رسم میکنی. نکن اینوری بود دیگه، این سمت راست وجود داشت، همینو دقیقاً قرینشو اینجا رسم کردم، دقیقاً همینو قرینشو اینجا رسم کردم. نکته 19 به نکته سیبیل هم معروفه، حالا بین بعضی از گفتارها بین بعضیا، چرا؟ چون دقیقاً قرینه میکنه، خب به شکل سیبیل هم بعضی وقتا در میاد، حالا بهش این نکترم اسمشو بعضیا یه همچین چیزی هم میگن. خب پس بنابراین اگر برای مثال یه دون نمودار بکشیم با هم دیگه، برای مثال این نمودار، قبوله؟ خب این نمودار رو من میخوام چیکارش کنم؟ این نمودار رو گفته این نمودار اگه fx باشه قدر مطلقه، بخش قدر مطلقه نه، f قدر مطلقه x رو رسم کن، f قدر مطلق ایکس رو رسم کن. خب چجوری رسم میکنیم؟ هر چیزی که در سمت چپ وجود داره خط میخوره، قبوله؟ بعد سمت راست رو نگاه میکنیم، عین همونو در سمت چپ رسم میکنیم. حالا یه خورده باید با دقت بیشتری رسم بشه به دلیل قلم نوری و اینه، یه مقدار شاید سخت بشه. خب تقریبا اوکی شد. خب به این صورت رسم میشه و این میشه نمودار اف قدر ایکس، به همین سادگی. بریم سراغ تستای آموزشی. بچه ها توی تستا لطفاً حواستون رو به من بدید، خیلی تکنیک های قشنگی میخوام به کار ببرم، تکنیک هایی که خیلی خیلی سرعت بهتون هدیه میده، زمان بهتون هدیه میده، لطفاً همش رو یاد بگیرید، خیلی خیلی مهمه، خیلی خیلی مهمه. بریم سراغش. تست شماره 76، تست سراسری سال 97، یکی از شاید میشه گفت اون سال جزو سوالات خیلی سخت مطرح شده بود. اما ببینید ما این سوال چجوری حل میکنیم، ببینید ما این سوال چجوری حل میکنیم. روش اصلیش هم بهتون میگم، حالا فقط توضیحشو میدم دیگه، اگر خواستید حل کنید. روش خودم رو حل میکنم واسه تون. نکنید میگه در بازه آ تا بی، قبوله؟ در بازه آ تا بی نمودار تابع ایگرگ، نمودار تابع ایگرگ بالاتر از نمودار تابع، حالا این تابه هستش، قبول یا نه، اینو بذاریم مثلا ایگرگ، اینم هستش، حالا مثلا ایگرگ هر دوتا اسمش فرقی نداره، حالا اف و جی، قبوله؟ نمودار تابه اف بالاتر از نمودار تابه جی، طول نقطه وسط این بازه کدومه؟ یعنی تو باید آبی رو پیدا کنی، بعد وسطشون رو پیدا کنی، وسطش چجوری پیدا میشد؟ آب اضافه بی تقسیم بر دو دیگه. خب پس سوال اصلی اینه که آبی چنده، یعنی این بازهه در چه بازه این بالاتر از اینه. خب زمانی که توی همچین سوالاتی میاد، میگه که یکی بالاتر از دیگریه، یکی پایین تر از دیگریه، ما چی میگیم؟ میگیم آقا مگه نمیگه این یکی، میگه اف، این مگه بالاتر از این نیست؟ خب پس بنویس منهای x2 منهای 1/2 x به اضافه 9/2 بالاتر یا بزرگتر از 2x به اضافه قدر x، 2x به اضافه قدر x. خب حالا راه حل اصلیش چیه؟ راه حل اصلیش اینه که تو دقیقا همین نامعادله رو باید حل کنی. برای اینکه این نامعادله رو حل کنی باید دو ضابطه ایش کنی. چرا؟ چون قدر مطلق داری دیگه، قدر مطلق وجود داشته باشه تو نمیتونی به صورت مستقیم حلش کنی که نامعادلات قدر مطلقی چجوری حل میشد. یادتون میاد نامعادلات قدر مطلقی چجوری حل میشد؟ یه بار قدر مطلق
مثبتش در نظر گرفته میشد میومد بیرون، یه بار قدر مطلق منفیش در نظر گرفته میشد میومد بیرون. خب اگر ایکس ما بزرگتر از صفر باشه، درسته یا نه؟ ایکس ما بزرگتر از ریشه این دیگه، یه دونه ریشه داره، ریشه‌ش هم صفره، بزرگتر از صفر باشه، خب این که خودشه، این ور چی میشه؟ میشه 2 ایکس به اضافه ایکس میشه 3 ایکس. خب یه دور این نامادله رو حل میکنیم، منهای ایکس دو منهای 1/2 ایکس به اضافه 9/2 بزرگتر از 3 ایکس. یه دور اینو باید حل کنی، یه دورم چی؟ منهای ایکس دو منهای 1/2 ایکس به اضافه 9/2 بزرگتر از اینجا، اگر ایکس های کوچکتر از صفر باشه اینجا قرینش میاد بیرون، 2 ایکس منهای ایکس میشه یه دونه ایکس، قبوله؟ یه دورم باید اینو حل کنی، بعد جواب این پیدا میشه. خب بعد جوابی که پیدا شد و باید اشتراک بگیری با این، جواب اینم پیدا میشه، جوابی که پیدا شد و باید اشتراک بگیری با این. خب این اشتراک گرفته یه چیزی به ما میده، مثلا ستاره، قبوله؟ این اشتراک گرفته. حالا بین این دوتا ستاره باید اجتماع بگیری تا جوابت پیدا بشه. لطفا همتون یه دور اینو توی خونه با عنوان تمرین اینو حلش کنید. خب اونقدر هم سخت نیست، تا سخت نیست اصلا، فقط طولانیه. خب فقط و فقط طولانیه. خب حالا من میخوام یه راه حل ساده تر بهتون، راه حل اصلیش که بهتون یاد دادم دیگه باقیش با خودتون، میخوام یه راه حل ساده تر بهتون. قبل از اینکه این راه حل ساده تر بهتون درس بدم، نیاز که یه شکلی رو با هم دیگه بررسی کنیم تا یاد بگیریم. بچه اینجور دقت کنید، برای مثال دارم میگم، نمودار تابع اف من اینه، قبوله؟ برای مثال نمودار تابع اف من اینه، این نمودار تابع جی بود دیگه، نمودار تابع جی منم اینه، برای مثال. خب این دو تا نقطه برخوردشونه، قبوله؟ نه میگه این اف، این آبیه در نکنید، خب این آبیه، گفت آبیه بالاتر یا پایین‌تره؟ حالا ما فرض میکنیم، اصلا این سوالو ولش کن، فرض میکنیم میگه آقا مشکی و آبی، خب من اگه بخوام درست رسمش کنم، بذار یه لحظه من اینو درست رسمش کنم چون سهمی رو به پایینه، خب حالا درست شد. میگه نمودار آبی ما خب در بازه آ تا بی بالاتر از این مشکی است، خب پس این دوتا نقطه برخورد میشه چی؟ آ و بی، قبول یا نه؟ دوتا نقطه برخورد میشه آبی دیگه، نگاه کن آبی بین آ تا بی از مشکی بالاتره، قبول یا نه؟ خب پس من آبی رو چه کاری بیام نامعادله حل کنم؟ سخت نامعادله حل کردن، بیا اینو تبدیل به معادله کن، معادله حل کردن خیلی آسان تره. چرا تبدیل به معادله کنم؟ چون مگه این آبی همون نقطه برخوردشون نیستن؟ خب نقطه برخورد یعنی چه؟ حل این معادله دیگه. پس به این دو تا رو با هم دیگه برابر قرار بده، منهای ایکس دو منهای 1/2 ایکس به اضافه 9/2 برابر است با 2 ایکس به اضافه قدر ایکس، قبول یا نه؟ معادله حل کردن کجا؟ نامعادله حل کردن کجا؟ نامعادله تعیین علامت میخواد، بازه اشتراک گرفتن میخواد، خیلی سخته. بیا اینو معادلش کن. حالا که معادلش میکنیم دو تا راه حل میشه، دو تا میشه دیگه. اگر ایکس ما بزرگتر از صفر باشه این خودش میاد بیرون، میشه منهای ایکس دو منهای 1/2 ایکس به اضافه 9/2 برابر است با ایکس، خودش میاد بیرون، قبول یا نه؟ خودش میاد بیرون، میشه 3 ایکس، درسته؟ خب حالا از اینجا، حالا از اینجا ما ادامهش اینجا می‌نویسم، همه رو ببرم سمت راست، میشه x2 1/2 x به اضافه 3 x، 1/2 x به اضافه 3 x، 3 هست 6/2 به اضافه 2 میشه 7/2 به اضافه 7/2 x، مثبت 9/2 میشه منهای 9/2 مساوی است با 0، قبول یا نه؟ خب حالا بریم سراغش، اینجا 1 1 به اضافه 7/2 میشه 9/2، 9/2 منهای 9/2 میشه 0. خب پس یعنی آ به اضافه بی به اضافه سی شده صفر، یعنی جمع ضرایب شده صفر. یکی از ریشه های من میشه 1، یکی دیگه ریشه من چی میشه؟ میشه سی آم، سی بر روی آ، سی چیه؟ منهای 9/2، منهای 9/2 تقسیم بر آ، آ من 1 میشه منهای 9/2. کدومش درسته بچه ها؟ گفتیم ایکس های ما بزرگتر از صفر، فقط اونایی که بزرگتر از صفرن قبوله، پس ایکس من میشه 1، یکی از جواب های من میشه 1، قبوله؟ خب بعد گفتم دو قسمت باید تبدیل بشه، یه دورم باید ایکس های منفی در نظر بگیری، از قدر مطلق قرینش بیاد بیرون. خب چی میشه؟ میشه منهای ایکس دو منهای 1/2 ایکس به اضافه 9/2 برابر است با چی؟ برابر است با 2 ایکس منهای ایکس میشه ایکس. خب دوباره همه رو بیاریم یک سمت، ایکس دو این 1/2 به اضافه 2/2 میشه 3/2 به اضافه 3/2 ایکس به اضافه 3/2 ایکس، درسته؟ و دیگه چی داریم؟ این منهای 9/2 دیگه، منهای 9/2 مساوی است با 0، درست نوشتیم؟ خب اینجا 2 ایکس منهای ایکس میشه ایکس، 2/2 منهای 1/2
دو دوم منهای یک دوم چند میشه بچه‌ها؟ دو دوم منهای یک دوم میشه یک دوم. چرا نوشتم صدا؟ آها میره اونور میشه مثبت. درسته میره اونور میشه مثبت یک دوم. و اینجا دو دوم میشه سه دوم. خب بریم سراغش که بخوایم اینو حلش کنیم. اینو چجوری حلش کنیم؟ اینو چاره‌ای نداریم جز اینکه دلتا بریم دیگه. اینو هیچ چاره‌ای نداریم جز اینکه دلتا بریم. باید اینو با استفاده از دلتا حلش کنیم. خب چجوری با استفاده از دلتا حلش کنیم؟ من اول بیام همه رو ضرب در دو کنم، اینجا بنویسم همه رو ضرب در دو کنم میشه چی؟ میشه 2x2 به اضافه 3x منهای 9 مساوی است با 0. خب دلتا اگر بخوایم حلش کنیم، امیدوارم که فقط درست بنویسیم و اشتباه محاسباتی نداشته باشیم. 2x2 به اضافه 3x منهای 9، اگر که بخوام دلتا برم دلتاش میشه b2 منهای 4 ac بیدو 9 منهای 4 ضرب در 2 ضرب در منهای 9. خب منهای 9 ضرب در 2 میشه چند؟ منهای 9 ضرب در 4 میشه 36. منها و منها میشه مثبت. 36 ضرب در 2 میشه 72. 72 به اضافه 9 میشه 81. دلتا شده 81. پس x من چی میشه از اینجا؟ x من میشه منهای b منهای 3 مثبت منفی رادیکال 81 بر روی 2a میشه 4. قبوله؟ یه دور باید مثبتش در نظر گرفته بشه، یه دور منفی. اگر مثبت بخوایم در نظر بگیریم، ریشه ما قابل قبول نیست. چرا؟ چون رادیکال 81 میشه 9، منهای 3 به اضافه 9 میشه 6. 6 4 رو مثبت، اما ما گفتیم x ما باید منفی باشه، پس این یکی غیر قابل قبوله. میمونه منفیش منهای 3 منهای 9 میشه چند؟ منهای 3 منهای 9 میشه منهای 12. منهای 12 تقسیم بر 4 میشه منهای 3. پس یکی از ریشه های ما شد چی؟ منفی 3. حالا دقت کن، مگه ما نگفتیم بین آ تا بی؟ خب این منفی 3 اینجاست، این آ من شده منفی 3. دو تا نقطه برخوردش رو پیدا کردیم دیگه، گفتیم بالاتر از دو تا نقطه برخورد. پس این آ و بی چی شد؟ یک طرفش آ شد منهای 3، بی شده چند؟ بی شد چند؟ بی اینجا پیدا کردیم، بی شد 1. پس آ و بی برابر شدن با منهای 3 تا 1. خب حالا آبی پیدا شد دیگه، گفته چیکار کن؟ وسط این دو تا بازه رو پیدا کن. وسط این دو تا بازه منهای 3 به اضافه 1 میشه منهای 2. منهای 2 تقسیم بر 2 میشه منفی 1. به همین سادگی این سوال حل شد. سوال طولانی بود، سوال اصلا سخت نبود، سوال طولانی بود. فقط همین نگاه کنید، شاید اینجا که اصلا آ به اضافه بی به اضافه سی بود، اینجا یه دونه دلتا فقط حل کردیم با استفاده از این تکنیکی من گفتم. نه تعیین علامت داشت، نه اینکه بخوایم بگیم که حالا راه حل های تعیین علامت و تعیین علامت سریع و اینجا چیزا داشت. فقط و فقط شاید یه ذره اگر این تکنیک رو نمیدونستی واسه سخت بود. پس از این به بعد یاد گرفتیم اگر بهت بازه رو داد، برای مثال دارم میگم، داره میگه بین بازه آ تا بی فلان نمودار بالای فلانیه، فلانی پایین تر از فلانیه، فقط و فقط دیگه نیاز نیست نامعادله کنی، فقط و فقط کافی این دوتا رو برابر قرار بدی، نقاط برخوردشون رو پیدا کنی، اونی که کوچکتره میشه سمت چپ بازه، اونی که بزرگتره میشه سمت راست بازه. به همین سادگی. توی جلوتر بازم تست داریم، نگران نباشید. اولین سوال، سخت‌ترین سوال آوردم، گربه دم اجلا بکشی. مجموع جواب نامعادله این به صورت کدام بازه است؟ سوال 1395 با کمی تغییر. خب بریم سراغش. چرا کمی تغییر؟ چون 95 نظام قدیم بود. یه نکته دیگه هم توش وجود داشت که ما اونو حذف کردیم براتون. خب بچه ها دوباره دقت کنید، گزینه های ما به صورت بازه عدد 1 تا 3 دوم، 1 تا 3 دوم اجتماعش با 3 دوم تا 5 سوم، 1 تا 5 سوم، 5 سوم تا 2. قبولی نه؟ وقتی تازه بهت گفتم، گفتم هر وقت بازه داشتی، قبولی نه گزینات به صورت بازه بود چی؟ کدوم تکنیک؟ تکنیک عدد گذاری. تکنیک عدد گذاری. خب این تکنیک عدد گذاری میتونی حل کنی. یه راه حل دیگه که میتونی حل کنی، میتونی از خاصیت قدر مطلق استفاده کنی دیگه. بیای بگی چی؟ بیای بگی قدر مطلق 2 منهای x بر روی 2x منهای 3 بزرگتر از 1. درست یا نه؟ گفتیم زمانی که قدر مطلق بزرگتر از 1 بود چی میشد؟ میشد 2 منهای x بر روی 2x منهای 3 بزرگتر از 1، یا 2 منهای x بر روی 2x منهای 3 کوچکتر از منهای 1. قبول یا نه؟ خب تو اینجا میای چیکار میکنی؟ نامعادله باید حل بشه. حالا نامعادلات حلش رو توی فصل بعدی میخونیم چجوری حل میکنیم اینا رو. خب قطعا شما اینا رو بلدید دیگه، اینا دیگه خیلی ساده تر از این حرف هست. اینو حل میکنی، اینم حل میکنی و بعدش میای با هم دیگه اجتماع میگیری. بعدش میای با هم دیگه اجتماع میگیری. خب چون هر دوتا باید برقرار باشه. خب
این شد راه حل اصلیش که حالا واسه حل ای من یه دونهشو تا انتها بخوام برم، دو منهای x، حالا اینو بخوام اگر تعیین علامت کنیم، دو منهای x بر روی 2x منهای 3 منهای 1 بزرگتر از 0، یه مخرج مشترک باید بگیریم، 2 من 2x منهای 3 بر روی 2 منهای x منهای 1 مخرج مشترک منهای 1 ضرب در این میشه منهای 2x به اضافه 6. خب حالا این باید بزرگتر از 0 باشه و از اینجا داریم که 2 به اضافه 6 8 منهای 3x بر روی 2x منهای 3 بزرگتر از 0 و جدول تعیین علامت باید بکشیم و باقی ماجرا دیگه اصلا وقتمون رو روش صرف نکنیم، چون واقعا این سوالا رو من اصلا میخوام به این صورت حل کنم، اصلا انگار دارم به خودم و وقتم انگار دارم بی احترامی میکنم. واقعا وقت میشه یه کاری رو خیلی سریعتر انجام داد و با فن بهتر یه سری کارها رو انجام داد، با تکنیک بهتر یه سری کارها رو انجام داد. این واقعا ظلم به خودت و آیندته، ظلم به خودت که داری زمانت رو بیهوده تلف میکنی. همیشه یادتون باشه بدترین ظلم به یک نفر یعنی اینجوری میتونم بهتون بگم بدترین کاری که میتونی در حق یه نفر بکنی اینه که زمان زندگیشو ازش بگیری. تو از کجا میدونی فلانی چند سالی که زنده است؟ قدر زندگیتونو بدون. بریم سراغ عدد گذاری، یه زیاد فلسفی صحبت نکنیم، بریم سراغ عدد گذاری. خب بین گزینه‌ها دقت کنید، میگه یک تا یک و نیم، یک تا یک و نیم اجتماعش با یک و نیم تا پنج سوم، سه دوم یک و نیم میگه سه دوم تا پنج سوم، یکی میگه یک تا پنج سوم، یکی چی میگه؟ میگه پنج سوم تا دو. خب اگر که دقت کنید، اعدادی که ما اینجا داریم، خب برای مثال یک تا یک و نیم داریم میگیم دیگه، اینجا یک تا یک و نیم، یک تا پنج و پنج سوم، قبولی یا نه؟ خب پنج سوم حدوداً چقدره؟ پنج سوم حدوداً 1.66. خب تو بیا عدد انتخاب کن، یه دونه عدد انتخاب کن. عدد چی بذاریم به نظر شما؟ یه عددی که از دیدگاه من میتونیم بذاریم، اینجا مثلا سه دوم توی خودش داره، این نداره، اینم نداره، اینم نداره، یکیش میتونیم سه دوم بذاریم. بیایم جای ایکس بذاریم سه دوم. خب جای ایکس اگه بذارم سه دوم میشه دو منهای سه دوم بر روی دو ضرب در سه دوم میشه سه، سه منهای سه، سه منهای سه. بچه ها مخرجمونو کرد صفر. آیا مخرج میتونه صفر باشه؟ نمیتونه، مخرج به هیچ وجه نباید صفر باشه. پس این اشتباه بالکل داره ریاضیاتو زیر سوال میبره. پس اصلا اشتباه، پس x مساوی با 3 دوم به هیچ وجه درست نیست. تمام گزینه‌هایی که میگن 3 دوم درسته غلطه. خب گزینه 3 فقط میگفت دیگه، پس گزینه 3 غلطه. چرا گزینه 1 نمیگه؟ چون بازش بازه. چرا گزینه 2 نمیگه؟ چون بازهاشون بازه. خب این از این. حالا میمونه بین گزینه 1 و 2 و 4. بین گزینه 1 و 2 نکنید، من میتونم 1 و 25 صدم قرار بدم، یک تا سه دوم میشه یک و نیم دیگه، یک تا یک و نیم، من یک و بیست پنج صدم قرار میدم. یک و بیست پنج صدم چی میشه؟ میشه دو منهای یک و بیست پنج صدم بر روی دو ضرب در یک و بیست پنج صدم میشه دو نیم منهای چند؟ منهای نیم، منهای سه ببخشید، دو نیم منهای سه. خب این چی میشه؟ میشه دو منهای یک و بیست پنج صدم میشه 75 صدم، 75 صدم تقسیم بر چند؟ تقسیم بر منفی نیم. خب 75 صدم تقسیم بر منفی نیم، 75 صدم، این نیم یک دومه، یک دوم دور در دور، نزدیک در نزدیک میشه دو برابر 75 صدم میشه یک و نیم، یه منفی یک و نیم در قدر مطلقش میشه یک و نیم. آیا یک و نیم بزرگتر از یکه؟ آیا یک و نیم بزرگتر از یکه؟ ما میگیم بله بزرگتر از یکه، پس این درست، قبولی یا نه؟ پس من جای ایکس چند گذاشته بودم؟ جای ایکس گذاشته بودم 1.25، درسته یا نه؟ صدق کرد توی معادله من، صدق کرد. این آقا گزینه شماره 1، آقای شماره 1 میگفت چی؟ میگفت 1.25 جوابش درسته. ما چک کردیم دیدیم درسته، پس حرفش درسته، پس گزینه 1 درسته. گزینه 2 آیا 1.25 توی خودش داره؟ میگیم بله داره، پس گزینه 2 هم میتونه درست باشه. گزینه 3 آیا 1.25 داره؟ نه، گزینه 3 داره ادعا میکنه فقط 5 سوم تا 2 جوابه، اما ما اثبات کردیم که 1.25 جواب ماست، درسته یا نه؟ ما اثبات کردیم 1.25 جواب ماست، پس گزینه 4 داره ادعای الکی میکنه، یعنی داره بلوف میزنه، پس غلطه. پس میشه بین 1 و 2 موندیم، بین 1 و 2. 1 و 2 این میگه 1 تا 3 دوم، این میگه 1 تا 3 دوم جواب درست هست 100%، علاوه بر اون 3 دوم تا 5 سوم هم جواب درستیه. خب میمونیم بین 3 دوم تا 5 سوم یه عدد انتخاب کنیم. 3 دوم تا 5 سوم شاید گفتم دیگه، 3 دوم 1 و نیمه، خب 3 دوم 1 و نیمه، 5 سوم هم 1.66، پس میشه بین 1 و نیم تا 1.66، از همه راحت تر 1.6 دیگه، من 1.6 انتخاب میکنم توی رابطم قرار میدم، میشه 2 منهای 1.6 میشه
دو منهای 1.6 میشه 14 14 بر روی 2 برابر 1.6 میشه 3 ممیز 2 3 ممیز 2 منهای 3 میشه 2 14 تقسیم بر 2 میشه 2 آیا 2 بزرگتر از 1 میگیم بله پس 1.6 جواب مسئله ما هست اما گزینه 1 میگه نه 1.6 جواب مسئله نیست پس گزینه 1 داره اشتباه میکنه قبول نه فقط و فقط گزینه شماره 2 داره درست میگه شد جواب گزینه شماره 2 این شو تکنیک عدد گذاری این شو تکنیک عدد گذاری بازم بریم سوال بعدی تکنیک عدد گذاری دیگه ببینیم در کدام بازه نمودار تابع F یعنی قدر مطلق X2 منهای X پایین تر از یعنی پایین تر یعنی کوچکتر از نمودار 2X منهای قدر X اگه میگفت بزرگتر علامت بزرگتری میذاشتیم یا اگه میگفت بالاتر علامت بزرگتری میذاشتیم اگر بگه پایین تر علامت کوچکتری میذاریم خب کوچکتر از 2X منهای قدر X در کدام بازه بچه ها یا راحل حالا راحل بجز عدد گذاری راحلش چیه بچه ها؟ راحلش چیه؟ شما میگه قدر مطلق ها رو از بین میبرید یعنی یه بار میگه مثبتش بیاد بیرون یه بار قرینش بیاد بیرون یه منفیش بیاد بیرون درست یا نه؟ بعد داره میگه پایین تر از این نمودار تکنیکی که بهت گفتم بیا فقط این دوتا رو با هم دیگه برابر قرار معادله شو حل کن دوتا جواب بهت میده اون دوتا جواب رو توی گزینه ها ببین همون رو بزن بازش رو پیدا میکنه به همین سادگی قبوله؟ خب یه راه حلش اینه یه راه حل باز ساده تر از این باز عدد گذاریه بچه ها باورتون میشه طراح از عمد اینجوری سوال میده که تو باید بری سراغ عدد گذاری طراح خودش میدونه که تو وقت نداری یه سری سوالا رو اینجوری میده که تو با تکنیک عدد گذاری بری اگه تکنیک عدد گذاری رو بلد نباشی اون روش واقعا طولانیه زمان بره طراح همینو میدونه واسه همین به صورت بازه میده شما واقعا فکر میکنید طراح از تکنیک عدد گذاری باخبر نیست خب اگه باخبره پس چرا میاد به این صورت میده که بچه‌ها این تکنیک رو به کار ببرن بچه‌ها اینم یه تکنیکه توی درس ریاضی مثل نکته‌های دیگه مثل تکنیک‌های دیگه پس تو باید اینو بلد بشی و نحوه استفاده شو بلد بشی خب حالا زیاد صحبت کردیم عدد گذاری جواب گزینه 1 میگه 0 تا 1 گزینه 2 میگه 1 تا 2 گزینه 3 میگه 0 تا 2 گزینه 4 میگه منهای بی‌نهایت تا 2 خب اگر دقت کنی گزینه 3 و گزینه 4 میگن عدد مثل چند x مساوی با 1 x مساوی با 1 میگه میتونه جوابت باشه نکن 0 تا 2 1 قرار داره منهای بی‌نهایت تا 2 هم 1 قرار داره پس ما میایم 1 میذاریم جای x 1 میذاریم جای x 1 میذاریم ببینیم آیا درست میشه یا نه خب اینجا اگه 1 بذارم بذارم پایینش بنویسم که دیده بشه جای x من 1 میذارم خب میام مقایسه میکنم 1 منهای 1 میشه 0 کوچکتر از 2 منهای 1 میشه 1 آیا 0 کوچکتر از 1 میگیم بله 0 کوچکتر از 1 پس x مساوی با 1 ناکن پس x مساوی با 1 درسته یعنی جزوی از جوابهای من هست اما گزینه 1 میگه ناکن 0 تا 1 خود 1 میگه نیست بابا اشتباه میکنه دیگه گزینه 2 میگه 1 تا 2 خود 1 نیست اشتباه میکنه پس موندیم بین 3 و 4 بین 3 و 4 اختلافشون کجاست اختلافشون توی اعداد منفیه نکنی میگه فقط 0 تا 2 فقط اعداد مثبت بین 0 تا 2 هستن اما گزینه 4 میگه نه منفی بی‌نهایت تا 2 خب اختلافشون من یه عدد بگیرم چی بگیرم مثلا منفی 2 منفی 2 توی این بازه نیست درسته اما توی این بازه هست پس x رو میگیرم منفی 2 چک میکنم منفی 2 به توان 2 میشه 4 4 منهای 2 میشه 6 6 کوچیک‌تر از منفی 2 ضرب در 2 منهای 4 منهای 4 منهای قدر مطلق منهای 2 میشه 2 منهای 4 منهای 2 میشه منهای 6 آیا 6 کوچیک‌تر از منهای 6 میگیم نه اشتباهه پس x مساوی با منهای 2 جواب مسئله ما نیست اونی که ادعا کرد x مساوی با منهای 2 جواب مسئله داره اشتباه میکنه گزینه 4 داره ادعا میکنه x مساوی با منهای 2 جواب مسئله پس گزینه 4 اشتباه میکنه جواب میشه گزینه شماره 3 جواب میشه گزینه شماره 3 دیگه فکر کنم با حل این مثال دیگه کامل تکنیک عدد گذاری واسهتون جا افتاده میشه میخوام بریم سراغ یه تیپ دیگه از سوالا خب تا الان چند تا تیپ یاد گرفتیم یه تیپ از مسئله که به صورت نامعادله بودن قبول یا نه من گفتم به صورت معادله حلش کن قبول یا نه هر وقت یکی بالاتر از دیگری بود درسته یا نه اگر که بازه بود خب عدد گذاری اگر بازه نبود به این صورت به صورت معادله حلش کن نقاط برخورد رو پیدا کن این یکی دومی تکنیک عدد گذاری بود الان میخوام بریم سراغ سومیش تیپ سوم سوالات که خیلی هم پرتکراره توی کنکور 98 اومد 97 اومد 99 هم اومد اگه اشتباه نکنم خب تست 79 شبیه به این تست خیلی میاد توی کنکور میگه مساحت ناحیه محدود به نمودارهای این دوتا تابع
کدام است. باید بلد باشی این دوتا رو رسمش کنی، همینو بس. باید بلد باشی این دوتا رو رسمش کنی. خب بریم واسه رسمش، بریم واسه رسمش. دو منهای قدر x. خب اولندش که ما هنوز توی انتقال نمودار نرفتیم، پس سعی میکنم بجز انتقال نمودار حلش کنم. شما اگه بلدی میتونی با انتقال نمودار اینو حلش کنی، یعنی قدر مطلق x رو قرینش کنی، دو واحد ببریش بالا، قبوله؟ حالا من میخوام بدون انتقال اینو رسم کنم. چجوری حلش میکنم؟ میگم این تابع y اینو دارم تجزیه میکنم، آبیه، اینو بذاریم قرمز، اینو بذاریم آبیه. خب حالا تابع آبی من، خب میگم اگر x بزرگتر از 0 باشه، قدر مطلق x خودش میاد بیرون، یعنی x میاد بیرون میشه 2 منهای x. برای x کوچیکتر از 0، قبول یا نه این بزرگتر مساوی، برای x کوچیکتر از 0 چی میشه؟ قرینش میاد بیرون، یعنی منهای x میاد بیرون، قبول یا نه؟ منهای منهای x میشه مثبت x، پس میشه 2 به علاوه x، قبوله؟ خب بریم سراغ قرمزه. قرمزه هم سادهش کنیم، اگر بزرگتر از 0 باشه و اگر کوچکتر از 0، بزرگتر از 0 باشه قدر x خودش میاد بیرون، x به اضافه x 2x، کوچکتر از 0 باشه قدر x قرینش میاد بیرون، قبول نه؟ پس میشه منفی x، x منهای x میشه 0. خب حالا بریم سراغ رسم این دو تا نمودار. بچه‌ها زمانی که توابط رو ساده کردی میری سراغ رسمش. گفتم که توی نمودار آبی قرمز رو 100% باید به این نحو تبدیل می‌کردی، اما توی نمودار آبی نیازی نبود تبدیل کنی، میتونستی با انتقال نمودار اینو رسمش کنی. خب حالا که محور تو کشیدی بریم سراغ رسمش، بریم سراغ رسم. بچه‌ها این سوالا رو خیلی سریع‌تر از این چیزی که من دارم انقدر توضیح میدم باید حل کنید، من چون میخوام آموزشیه، میخوام یاد بگیرید، خیلی دارم مانور میدم روش. شما این سوالا رو شاید زیر 60 ثانیه بتونید راحت حلش کنید. خب دو منهای x، اول میخوام آبی رو رسم کنم، خب بذارید رنگ آبی رو انتخاب کردم. دو منهای x برای x بزرگتر از 0 مثل خط دو منهای x میمونه. خب منهای x که شیب منفی 1، عرض از مبداش هم 2، خب این عرض از مبدا 2 و شیب منفی 1 تقریبا اینجوری میشه. و برای x کوچیکتر از 0 شیب مثبت 1، یعنی رو به بالا، و عرض از مبدا 2، دوباره عرض از مبداش 2 اما شیبش مثبت 2. این میشه شکل آبی من. بریم سراغ شکل قرمزه. میگه برای x بزرگتر مساوی 0، خب شیب مثبت 2، یعنی شیبش یه ذره از این آبی تندتر، این شیبش 1 بود دیگه، شیبش از این یکی تندتر، عرض از مبداش 0. حالا بذارید من یه خورده اینو دقیق‌تر رسمش کنم. این میشه شکل، این ورش شده این، قبوله؟ و در سمت چپ صفر، یعنی در سمت چپ صفر x کوچیکتر از صفر، میگه به مانند خط y مساوی با صفر. خط y مساوی با صفر هم یعنی خط y مساوی با صفر هم یعنی همین. خب حالا چیو از ما خواسته؟ خواسته مساحت چی؟ ناحیه محدود به این نمودار بیاد. مساحت ناحیه محدود به این نمودار، خب یعنی کجا؟ یعنی این S1 و S2، یعنی این دوتا ناحیه دیگه، درست؟ یعنی دوتا مثلثه. خب یه مثلث اینه، یه مثلث هم اینه. خب مساحت مثلث چجوری به دست میاد؟ 1/2 قاعده ضرب در ارتفاع. خب من نه قاعده دارم نه ارتفاع دارم. خب توی S1 و S2 من این فاصله رو فقط دارم، دقت کنید، این فاصله رو من دارم، بذارید با بنفش نشون بدم واسهتون، این فاصله رو من فقط دارم، یعنی فاصله 2 تا 0 که میدونم 2 سانتی متر، حالا 2 سانتی متر یا 2 واحده، قبول نه؟ اما من واسه اینکه مساحت S1 رو پیدا کنم نیاز دارم اینو، این فاصله رو پیدا کنم. واسه اینکه مساحت S2 پیدا کنم نیاز دارم این ارتفاع رو پیدا کنم، این ارتفاع کوچیکو، قبول نه؟ این ارتفاع رو چجوری پیدا کنم؟ اینجا دیگه تکنیک های ما به سراغمون میاد. خب شما میتونی نقطه برخورد بگی این دو تا رو برابر قرار بدی، خیلی سخت پیدا کنی، خیلی پیچیده میشه، یا اینکه نه بیا یه خورده خلاقیت بخندید. مگه نگفتیم این خط دو منهای ایکسه، قبول یا نه؟ و مگه نگفتیم این خط قرمز دو ایکسه؟ خب همین دو تا رو فقط برابر قرار بده، دو منهای ایکس برابر است با دو ایکس، از اینجا سه ایکس برابر است با دو ایکس میشه 2/3. پس این نقطه برخورده چند شد؟ این نقطه برخورده شد 2/3، ایکسش شده 2/3، یعنی این نقطه ایکسش شده 2/3. پس این فاصله چقدر؟ 0 تا 2/3، یعنی قاعدش شده بود 2، ارتفاعش شده چند؟ 2/3. خب این 2/3، یه نقطه برخورده دیگه هم اینجاست، قبول یا نه؟ خط چی؟ ایگرگ مساوی با 0، یعنی این خط، و خط 2 به اضافه ایکس. خب این دو تا رو با هم دیگه برابر قرار بده، 2 به اضافه ایکس برابر است با چی؟ برابر است با 0. ایکس میشه چی؟ ایکس میشه منفی 2. پس اینجا این نقطه هم پیدا شد، شده منفی 2. حالا همه چی رو داری؟ گفته این مساحتش رو میخواد، S1 به اضافه S2، S1 چی میشه؟ میشه 1/2 زرد S1 اینجاست،
یک دوم ضرب در این فاصله، در این فاصله. دو ضرب در فاصله. بچه فاصله منهای دو سانتی متر نداریم و حواستون باشه فاصله بین منهای دو تا صفر میشه دو سانتی متر فاصله شه. خب میشه دو ضرب در دو. این دو با این دو ساده میشه، میشه دو. S1 شده دو. S2 چی میشه؟ S2 میشه یک دوم ضرب در این فاصله در این فاصله. قاعدش دو سانتی متر بود، یک دوم ضرب در دو ضرب در ارتفاع چقدر بود؟ دو سوم بود. خب دو با دو ساده میشه، میشه دو سوم. خب جمعشونو خواسته بود؟ آره دیگه، مساحت نهایی محدود یعنی جمعشون S1 به اضافه S2. دو شیش سوم، شیش سوم به اضافه هشت دو سوم میشه هشت سوم. هشت سوم دیگه، هشت سوم توی کدوم گزینه هستش؟ گزینه شماره سه. سرسری سال 95. خیلی خیلی ساده است این سوالا، خیلی خیلی ساده است. من همیشه میگم ای کاش از این سوالا بیاد توی کنکور سال 99 اومده بود. خیلی سوال قشنگی بود، خیلی سوال ساده بود. فقط کافیه شکلشون رو رسم کنیم، فقط کافیه شکلشون رو رسم کنیم. تست شماره 80، مجموع جوابهای معادله این کدام است؟ میخوام بریم سراغ یه تیپ دیگه از سوالا. دقیقاً این تیپ از سوال ما توی مثال‌های آموزشی داشتیم و من واسهتون هر دو روششو حل کردم، روش کتابی و روشی که خودم حل می‌کنم. روشی که خودمون حل می‌کنیم، یعنی خودمون با هم قرار حل کنیم چه جوریه؟ روش رسم نمودار. خب نمودارشو سریع بیا رسم کن، سریعاً بیا نمودارشو رسم کن. خب بیا این نمودار، نمودارش چه جوری رسم می‌کنیم؟ اول ریشه اینو پیدا می‌کنیم. ریشه‌اش چنده؟ 1 2. ریشه این چنده؟ منفی 2. خب یه جدول میکشیدیم، میگفتیم منفی 2 1 دوم، یه دونه سمت راست این 1، یه دونه سمت چپ این مثلا منهای 3. عدد میدیم بهش، منهای 3 بدیم چی میشه؟ منهای 3 ضرب در 2، منهای 6، منهای 6 منهای 1 میشه منهای 7، قدر مطلق میشه 7. 7 به اضافه منهای 3 به اضافه 2 هم میشه منهای 3 به اضافه 2 میشه منفی 1. منفی 1 و 7، منفی 1 میشه 1، 1 و 7 8. این شد 8. منهای 2 اگه بذاریم منهای 2 به اضافه 2 که میشه 0، چی منهای 2 ضرب در 2، منهای 4، منهای 4 منهای 1 میشه 5. درسته، میشه منهای 5 قدر مطلق میشه 5. بچه ما فقط داریم اینو رسم میکنیم، ما اون 0 رو اصلا کاری نداریم. 0 توی بخش قرمز یه نمودار دیگه است، انگار دو تا نمودار رو میخوایم با هم دیگه رسم کنیم. خب این 1 دوم اگه بذاریم چی میشه؟ 1 دوم اگه بذاریم 1 دوم این میشه 0، 1 دوم به اضافه 2 میشه چند؟ 1 دوم به علاوه 2 میشه 2 نیم دیگه، دو نیم یعنی 5 دوم. یک اگه بذاریم چی میشه؟ یک اگه بخوایم بذاریم چی میشه بچه ها؟ یک اگه بخوایم بذاریم یک دو منهای یک یک اینم میشه 3، 3 و 1 میشه 4. قبوله؟ خب بیایم حالا رسمش کنیم. چجوری رسمش میکردیم؟ گفتیم منهای 3 و 8، 8 مثلا اینجا باشه، منهای 3 و 8 میشه اینجا، منهای 2 و 5 میشه اینجا. ها قبوله؟ یک دوم و چند؟ 5 دوم. 5 دوم میشه 2.5 میشه اینجاها، و این 1 دوم، این منهای 2 و 1 و 4، اینجا 1، اینجا 5 بود، اینجا میشه تقریبا 4. خب حالا این شکل رو گفتم به ترتیب به هم دیگه وصلش میکنم. بذارید یه رنگ دیگه بردارم من، برای مثال رنگ سبز. این دوتا رو به هم دیگه وصل میکنیم، بعد اینو به این وصل میکنیم و بعدم به این، و از این سمت امتداد میدیم. این شکل که اینجا رسم کردیم به این سمت امتداد میدیم. خب این شد، حالا این شد این چیزی که من رسم کردم سال کنکور سال 98. درسته؟ خب حالا من اینو رسم کردم، مون خط F. خط F گفته چیه؟ Y مساوی با 3 دیگه. خب Y مساوی با 3 بچه ها، اینجا چند بود؟ 5 دوم بود، 2.5. اینجا چند بود؟ 4 بود، پس 3 میشه بینش. قبول یا نه؟ خب حالا نقطه برخوردشون کجاست؟ نقطه برخوردشون یه دونه اینجاست، یه دونه اینجاست. دقیقاً عین مثالی که اونجا داشتیم. چجوری حلش می‌کردیم توی مثال‌های آموزشی؟ بهم بگو. آها، باری کلا. می‌گفتیم در سمت راست هر دو تا مثبت میان بیرون. هر دو تا قدر مطلق مثبت میان. در سمت چپ هر دو تا منفی میان بیرون. میمونه این وسط. این وسط، این وسطه، این دو تا نقطه، بین این دو تا نقطه. درسته نه؟ یکی مثبت میاد بیرون، یکی منفی میاد بیرون. پس اینجا یکی مثبت، یکی منفی. حالا کدوم مثبت کدوم منفی؟ اونی که از ریشش، ریشه رو نکن، ریشه کدوم منهای 2 بود؟ ریشه این، اینا که منهای 2 دیگه، بیشتر از منهای 2. ریشه کدوم منهای 2 بود؟ ریشه این. خب پس این یکی مثبت میاد بیرون، این یکی منفی میاد بیرون. نکن ببین اینجا منهای 2 دیگه، قبول یا نه؟ منهای 2 ریشه اینه،
ریشه این قدر مطلقه. پس این یکی مثبت میاد بیرون، اون یکی منفی میاد بیرون. خب حالا که من این شکل رو رسم کردم، جدولش رو عوض میکنم، میگیم برخورد بین خط قرمز که خط 3 بود با چی؟ اگه هر دو تا مثبت بیاد بیرون، نقطه هر دو تا مثبت اومده بودن دیگه، خب هر دو تا مثبت بیاد بیرون، 2x - 1 به اضافه x به اضافه 2. خب حالا اینو حساب میکنیم، 2x به 3x، 3x به اضافه 3x به اضافه 1 برابر است با 3. از اینجا 3x برابر است با 2x میشه 2 سوم. خب این یه نقطه برخورد، درسته؟ یه نقطه برخورد دیگه‌اش کجا بود؟ جایی که این یکی منفی اومده بود بیرون، خب منفی بیارش بیرون، 2x منهای 1 منفی بیاد بیرون چی میشه؟ میشه منهای 2x به اضافه 1 به اضافه اون یکی مثبت میاد بیرون، x به اضافه 2 برابر است با 3. خب حالا اینو حلش کن، این x با این میشه منهای x 1 و 2 3 به اضافه 3 برابر است با چند؟ برابر است با 3. پس منهای x مساوی است با 0، x میشه چند؟ صفر. خب گفته مجموعه جواب ها این دوتا رو با هم دیگه جمع کن دیگه، 2/3 به اضافه 0 میشه 2/3، یعنی گزینه شماره 2. حالا کدوم راحت تره بچه ها؟ ما بیایم شکل رو اول رسم کنیم بدونیم قرار کدوم معادله رو حل کنیم، یا اینکه نه اول بیایم ریشه هاشو پیدا کنیم. خب اگر میخواستیم به اون روش حل کنیم چی میشد؟ ایکس های کوچکتر از 2، ایکس های کوچکتر از منهای 2، ایکس های بین منهای 2 تا 1/2، بعدش ایکس های بزرگتر از 1/2. حالا که تفکیک کردیم دوباره کدوم مثبت میاد بیرون، کدوم منفی میاد بیرون، بعدش تازه همه رو با 3 مساوی قرار میدیم. خب همه معادلات رو حل میکنیم. سه تا معادله باید حل، اصلا همون لحظه فقط اون مرحله آخرش به سه تا معادله حل کنی، اما اینجا دو تا معادله حل می‌کنی و می‌دونی که هر دو تا جوابتن. خیلی ساده تره بچه، از این روش شکل کشیدن غافل نشید. خارج از کشور 98 اومده، من حدس میزنم توی 1400 بیاد، چون اغلب خارج از کشور 97 98 توی 1400 میاد، یعنی 2 3 سال قبل. خیلی مهمه کنکور 3 4 سال اخیر جدی بگیرید. توی 1400 میاد، بچه‌ای که 1401 قطعاً این ویدیو رو نگاه میکنن یا 1402 هم اینو نگاه میکنن، 1401 احتمال داره بیاد، ولی 1402 شاید کمتر یکم احتمالش باشه. حالا باز هم معلوم نمیکنه، بستگی به کنکورهای سال 1401 و 1400 داره. بریم سراغ تست 81. مساحت محدود به نمودارهای دو تا تابع این و این، دوباره این همون بالا همون تیپی که داشتیم، مساحت محدود. خب دوباره باید این دوتا رو رسمش کنیم دیگه. خب این یکی که یه دونه خطه، پس من اینو اول رسمش کنم، اینو میگیرم نمودار آبی، این یکی رو میگیرم نمودار قرمز. خب دو منهای 3/2 x شیبش منفی 3/2، یعنی شیب منفی با عرض از مبدا 2، اینجا عرض از مبدا 2 یه شیب منفی داره، حدودا شکلش میشه و میمونه یکی. ببین قرمز چون قدر مطلق داره، اول باید اینو مشخص کنیم که چجوری. اگه مثبت بیاد بیرون خودش میاد بیرون، x منهای x میشه 0، اگر منفی بیاد بیرون چی میشه؟ اگر منفی بخواد بیاد بیرون، خب میشه منفی x منهای x میشه منفی 2x، قبوله میشه منفی 2x. خب حالا پس اینو من بخوام رسمش کنم، برای x بزرگتر از 0 میشه 0، خط y مساوی با 0، و برای x کوچکتر از 0 میشه منفی 2x. منفی 2x یه همچین شیبی داره، یه خورده از این شیب آبی تندتره، اون منفی 3/2 یه منفی 1/2 بود، این منفی 2 بود، یه ذره تندتره. خب پس دو تا نقطه برخورد دارن، یکی اینجاست یکی هم اینجاست. حالا این دو تا نقطه برخورد رو پیدا کن دیگه، یه مثلث اینجا ایجاد شد، مثلثی که قاعدش اینه ارتفاعش هم اینه. پس این دو تا نقطه برخورد رو پیدا کنیم، یه نقطه برخورد قاعده رو به من میده، یه نقطه برخورد ارتفاع رو به من میده. خب نقطه برخورد، این نقطه برخورد چه نقطه برخوردیه؟ خط آبی، یعنی این خط من با y مساوی با 0، 2 منهای 3/2 x مساوی با 0، نقطه برخوردش چی میشه؟ 2 برابر است با 3/2 x. از اینجا x به دست میاد، 2 تقسیم بر 3/2 میشه 4/3، درسته؟ دور در دور، نزدیک در نزدیک میشه 4/3. خب پس یه نقطه برخورد من شده 4/3، پس این نقطه شده 4/3. موند این نقطه، این نقطه چجوری به دست میاد؟ از برخورد خط منفی 2x، چون این خط منفی 2x دیگه، درسته؟ نه خط منفی 2x و اون به دست میاد، 2 منهای 3/2 x برابر است با منفی 2x، 2 برابر است با 1/2 منفی 1/2 x، قبول یا نه؟ 3/2 بردم اون ور میشه مثبت 3/2، مثبت 3/2 منهای 2 میشه منفی 1/2. از اینجا x به دست میاد چی؟ x به دست میاد 2 تقسیم بر منفی 2 میشه منفی 2، x به دست اومد منفی 2. خب بچه ها x به دست اومد منفی 2، یعنی این نقطه به دست اومد منفی 2، من هنوز این طوله رو پیدا نمی کنم، این فاصله رو پیدا کردم منفی 2، قبول یا نه؟ من این فاصله رو پیدا کردم، من چی رو میخوام؟ من این نقطه رو میخوام، یعنی y رو میخوام، y رو چجوری تعیین کنم؟ ارتفاعش چجوری تعیین کنم؟
مقدارشه دیگه، مقدار هر کدوم از این توابع هر دو تا با هم دیگه برابر هست دیگه، مقدار هر کدوم از این توابع در نقطه منهای دو تعیین کن. در نقطه منهای دو، منهای دو اگه بذارم توی مثلا این یکی راحت‌تر شاید، منهای دو بذارم، منهای دو با این دو ساده میشه یه منهای یک، منها منها میشه میره، سه به اضافه دو میشه پنج، پس این فاصله شده پنج، اینجا شده پنج، پس ارتفاع شده پنج، یک دوم ضرب در پنج، ضرب در این قاعده، قاعده من چی بود؟ چهار سوم. خب حالا ساده کنیم دیگه، پنج چهار تا بیست تا میشه بیست ششم، درست نوشتیم؟ دو تقسیم بر سه دوم، دو تقسیم بر منهای یک دوم، اینجا رو درست نوشتیم، گذاشته بودیم چند، منهای دو، منهای دو با دو میره میشه یک، سه یک میشه دو، سه و دو میشه پنج. احساس میکنم یه جای کار میلنگه، چون اینجا منهای دو اگه بذاریم منهای دو میشه دو، دو منهای دو میشه دو، منهای منهای دو میشه چهار، ولی این یکی چهار نمیشه، باید این دو تا با هم دیگه برابر بشه، یه جای کارمون میلنگه. کجا رو داریم اشتباه میکنیم؟ دو منهای سه دوم ایکس برابر است با منفی دو ایکس، این سه دوم ایکس بیاد این سمت میشه چی؟ سه دوم یعنی یک و نیم، منهای دو منهای یک و نیم بخش به اضافه یک و نیم میشه منفی یک دوم، دو برابر است با از اینجا دو، دو تا چهار تا ایکس میشه منفی چهار، چرا من نوشتم منفی دو؟ ایکس میشه منفی چهار، میگم دیگه یه جای کارمون میلنگه، اصلا مشخص بود ایکس میشه منفی 4. خب یه جایی کار، یه طرف، یه دور در دور، نزدیک در نزدیک آدم اشتباه میکنه، میبینید بچه‌ها چقدر اختلاف به دست میاد. خب دوباره باید منفی 4 رو توش بذارم دیگه، توی همین میذارم راحت‌تر انگار، یا توی اینم بذار فرق نه، هر دو باید برابر به دست بیاد، منهای 4 میشه 4، 4 منهای منهای 4 میشه 8. خب پس این فاصله شده 8، پس میشه 1 دوم ضرب در 8 ضرب در 4 سوم، 8 4 تا 32 تا تقسیم بر 6، 32 ششم به 2 ساده بشه میشه 16 سوم، یعنی گزینه شماره 3. بچا این تست رو دوباره تکراری فکر کنم داشته باشیم جلوتر، شبیه به همین دقیقاً یه همچین شکلی باید داشته باشیم. خارج از کشور سال 1395. بچا این تست خیلی پرتکراره، خیلی خیلی پرتکراره. حالا از من به شما گفتم، نگوی دوباره همین سوال اومد، نگوی دوباره شبیه به همین اومد، مساحت ناحیه محدود چند تا باید بیاد؟ تست بعدی مساحت ناحیه محدود، این تست قطعاً میاد، یاد بگیرید بچا، خیلی مهمه و خیلی هم ساده است اتفاقا، فقط کافی نقطه برخورد پیدا کنید. همین، اگر اف ایکس باشین و جی ایکس باشین، مساحت ناحیه محدود به نمودار جی او اف و خط ایگرگ مساوی با 0، پس من اول باید جی او اف رو تشکیل بدم بچه، جی او اف همون جی اف ایکسه، قبول یا نه؟ یعنی در دهانه تابع جی هر جا ایکس داری به جاش بذار اف ایکس، پس میشه رادیکال 4 تا، 4 تا اف ایکس به اضافه یک. خب اف ایکس چی بود؟ فرمولش خود اف ایکس بود، ایکس تو به اضافه یک، پس میشه 4 ضرب در ایکس تو میشه 4 ایکس تو، 4 ضرب در ایکس میشه 4 ایکس به اضافه یک. خب بچه ها 4 ایکس تو به اضافه 4 ایکس به اضافه یک مجذور کامل، مجذور کامل میشه 2 ایکس به اضافه یک به توان دو، این توان دو با این فرمول ساده میشه، قدر مطلقش میاد بیرون میشه قدر مطلق 2 ایکس به اضافه یک، درسته بچه ها؟ میشه قدر مطلق 2 ایکس به اضافه یک. خب حالا این قدر مطلق و این قدر مطلق بلدیم رسم کنیم با استفاده از انتقال دیگه، با استفاده از انتقال چجوری رسمش کنیم؟ قدر مطلق انگار شیبش دو برابر میشه، قبوله؟ شیبش دو برابر میشه، بعد به اندازه ریشه 2x به اضافه 1 مساوی است با 0، x میشه منفی 1 دوم، به اندازه منفی 1 دوم انتقال پیدا میکنه چپ و راست، یعنی به اندازه 1 دوم میاد در به سمت چپ، میشه اینجا، اینجا میشه منفی 1 دوم، قدر مطلق منم میشه، درسته بچه‌ها؟ خب حالا که اینو به دست آوردیم بچه‌ها، اینجا خیلی نکته مهمیه، معادله این خط چی میشه بچه‌ها؟ معادله این خط گفتیم بعد از ریشه مثبت میاد بیرون، خب مثبت بده، پس معادله این خط میشه 2x به اضافه 1، معادله این خط چی میشه؟ قرینش میاد بیرون میشه منفی 2x منفی 1. این معادله این دو تا خط رو باید شدیداً یاد بگیرید، شدیداً باید یاد بگیرید که خیلی کمکتون میکنه. خب پس این رسمش کردیم، مون چی؟ مون خط ایگرگ مساوی با 3، ایگرگ مساوی با 3 هم اینجا میشه دیگه. خب حالا مثلا فرضی اینجا رسم میکنم، قبوله؟ فرضاً اینجاست، خب اینو قطع میکنم، حالا یه نقطه برخوردم اینجا دارم، یه نقطه برخوردم اینجا دارم، پس ما میام اینجا با هم دیگه دو تا برابر قرار بدیم، 2x به اضافه 1 مساوی با 3 قرار میدیم، اول مساوی با 3 قرار میدیم، از این ناحیه محدودشون شده اینجا دیگه، درسته؟ خب 2x به اضافه 1 مساوی با 3 قرار میدیم،
دو ایکس برابر است با دو ایکس میشه یک. این به من چیو فهمون؟ به من فهمون که من این حدوداً این خط رو یه ذره اشتباه رسم کردم. یعنی چی؟ یعنی اینجا باید رسم میکنم، یه ذره بالاتر باید رسم میکنم که این نقطه برخوردش باید بشه یک که بره توی اعداد مثبت. قبوله؟ خب حالا بریم سراغ قسمت بعدی. قسمت بعدی چی بود؟ این خط y مساوی با 3 با منهای 2 x منهای 1. حالا فهمیدید چرا گفتم باید این دو تا رو یاد بگیرید؟ چه منهای 2 x منهای 1 برابر است با چند؟ برابر است با خط 3. از اینجا منهای 2 x برابر است با خط با 2، x میشه منفی 1. پس اینجا شده چی؟ منفی 1. خب حالا چی شد بچه ها؟ یه ارتفاع نیاز دارم، یه قاعده. قاعده مو که به من داده، قاعده چقدره؟ از این فاصله تا این فاصله، یعنی از عدد یک، درسته یا نه؟ دو تا نقطه برخورد دیگه، از یک تا منهای یک چقدر فاصلش؟ دو تاست دیگه، پس میشه یک دوم قاعده. قاعده من دوه. مونده ارتفاع. ارتفاع رو چجوری پیدا کنم بچه؟ ارتفاع رو قبول دارین همون مقدار تابع در نقطه یکه؟ یا به عبارت دیگه مگه نمیگه برخوردشونه؟ این مگه خط ایگرگ مساوی با 3 نیست؟ هر نقطه روی این خط قرمز، بذارید من اینو پاکش کنم آبیا رو، هر نقطه روی این خط قرمز مگه ایگرگش 3 نیست؟ هر نقطه روی این خط قرمز ایگرگش 3. پس اینجا فاصله چقدره؟ 3 سانتی متر دیگه، پس میشه ضرب در 3. 2 با 2 ساده میشه، میشه 3. میشه گزینه شماره 1. یه لحظه بریم سراغ بالا. یه لحظه من چرا اینگار سوال بعد فرق داشتش باید. من یه لحظه فکر کردم که اونجا شاید اشتباهی انجام داده باشم. نه اشتباه که نه. من میتونستم ساده‌تر حل کنم، ولی دیدم نه، سوال بالا فرق داره یه ذره. خب پس از اینکه پیدا شد به همین اصولی، به همین آسونی، فقط و فقط کافی بود تو این دوتا معادله خط رو بلد باشی، یکی مثبت میاد بیرون یکی منفی میاد بیرون. تست شماره 83، مساحت ناحیه محدود به نمودار این و محور ایکس ها و دوتا خط ایکس مساوی با منفی یک و ایکس مساوی با یک. خب اول اف ایکس رو رسم کنیم. اف ایکس رو گفتم چجوری رسم میکنیم؟ خب شی بشی یه ذره تندتر نسبت به معمول، چون دو داره، و به اندازه چی؟ به اندازه ریشه 2 ایکس منهای 1 مساوی با 0. ایکس میشه چی؟ یک دوم. یعنی روی یک دوم میشکنه. خب اینجا میشه یک دوم، قبول یا نه؟ روی یک دوم میشکنه، این میشه شکلش، قبول یا نه؟ حالا که کشیدم این خط معادلش چی میشه؟ بعد از ریشه خودش میاد بیرون، پس میشه این خط میشه 2 ایکس منهای 1. این خط چی میشه؟ قرینش میشه منفی 2 ایکس به اضافه 1. خب حالا گفته چی؟ و بذارید با رنگ صورتی بنفش هر چیزی که هست نشون بدم. خب محور ایکس ها، این که محور ایکس هاست. خب بعد این رنگش زیاد جالب نیست. با خط ایکس مساوی با منفی 1، منفی 1 میشه اینجا، این ایکس مساوی با منفی 1 خطش میشه به این صورت. من بذارید میشه این، درسته؟ و خط ایکس مساوی با 1، خط ایکس مساوی با 1 میشه اینجا، این خطش هم رسم کنم میشه اینجا. خب مساحت ناحیه محدود به این صورتیه اینجا، نکنید این یکی، این یکی و این قرمزه. مساحت ناحیه محدودش بچه کجا میشه؟ میشه این فاصله، این ناحیه و این ناحیه دیگه، قبول نه؟ این دو تا ناحیه رو باید پیدا کنم. خب اولش که من این قاعده ها رو دارم، قبول نه؟ اینجا یک فاصله یک دوم تا یک، اینجا فاصله منهای یک تا یک دوم، پس من قاعده ها رو دارم، فقط مونده ارتفاعشون. ارتفاعشون رو چجوری پیدا کنم؟ قبول داری اینجا ایکس یکه دیگه، قبول داری یا نه؟ یعنی نقطه برخوردشون در نقطه یک حاصل شده. ارتفاع این قرمزه در نقطه یک چی میشه؟ مقدار این تابع اف، یعنی اون قرمزه در نقطه یک. خب مقدار ایکس رو بذار یک دیگه، دیگه به این سادگی دیگه. پس اف یک رو حساب کن، اف یک چی میشه؟ دو منهای یک میشه یک. اف منفی یک هم حساب کن، چرا؟ مقدار این تابع در نقطه منهای یک رو میخواد دیگه. خب اف منفی یک منفی یک منفی دو میشه منفی سه، میشه سه. خب حالا بریم سراغش. اینو بذارم اس یک، اینم بذارم S2. S1 و S2 رو حساب کنیم. S1 میشه یک دوم ضرب در قاعده چی میشه؟ فاصله یک دوم تا یک. خب نیم تا یک، نیم فاصله است، اینم یک دومه، ضرب در یک میشه یک چهار رو، قبوله؟ S2 چی میشه بچه ها؟ S2 میشه فاصله بین یک دوم تا منهای یک. یک دوم تا منهای یک چقدر فاصله است؟ یک دوم تا صفر یه منهای یک میشه سه دوم فاصله است. خب میشه یک دومه، قاعده من سه دوم، ضرب در ارتفاع. ارتفاع من چقدر بود؟ سه، درسته؟ نه ارتفاع من مقدار تابع در نقطه منهای یک بود دیگه. خب میشه سه، پس از اینجا میشه نه چهار روم. گفته جمعشون رو میخواد دیگه، مساحت ناحیه محدود. خب یک چهار روم به اضافه نه چهار روم میشه ده چهار روم. توی گزینه ها نیست، اما این ساده بشه میشه پنج دوم، تو گزینه شماره 3 دیده میشه. بریم سراغ تستای سنجشی. خارج از کشور 95. حالا همین تست کنکور رو بچه‌ها دقت می‌کنید. مجموع جواب نامعادله این کدام است؟ به کدام صورت است؟ اینجا یه خورده سرعتمون رو می‌بریم بالاتر، چون تستای سنجشی این آموزشی گذشته. یه خورده سرعتمون رو می‌بریم بالاتر.
مجموع جواب نامعادله این به صورت کدام بازه است؟ خب بریم سراغ عدد گذاری. گفته بازه دیگه، بریم سراغ عدد گذاری. اختلاف پیدا کن بینش. این میگه منهای 2 تا 1 یعنی 0 هست، منهای 1 تا 1 0 هست، منهای 1 تا 2 اینم 0 هست، اما 1 تا 2 0 نیست. پس جای x میذاریم 0. اختلاف پیدا کردیم دیگه. جای x اگه بذاریم 0 میشه 1 منهای 2 بزرگتر از 1. 1 منهای 2 بزرگتر از 1، منهای 1 بزرگتر از 1 میگیم نه. پس اون گزینه‌ای که میگه 0 جواب خط میخوره. گزینه شماره 4 خط خورد. بریم بین این ستا. اینجا نگاه کنید، گزینه شماره 3 میگه 1 جوابه، میگه بین منهای 1 تا 2، میگه x مساوی با 1 میتونه جواب مسئله باشه. قبولی نه؟ x مساوی با 1 میگه میتونه جوابی از مسئله باشه. قبولی نه؟ خب پس ما بیاریم این دوتا، اما میگن 1 عضوی از جواب ها نیست، تا 1 بسته میشه. خب من جای x میذارم 1. جای x اگه بذارم 1 چی میشه بچه ها؟ 2 به اضافه 1 میشه 3، 3 منهای 1 منهای 2 میشه منفی 1، قدر مطلق منفی 1 میشه 1، 3 منهای 1 آیا بزرگتر از چند گذاشت بودم؟ 1، 1 به اضافه 1 2، 3 2 بزرگتر از 2؟ نه، 2 مساوی 2، پس اینم غلطه. پس اون گزینه‌ای که میگه 1 جوابه، 1 هم غلط، گزینه سم رد شد. بین این دوتا یه دونه اختلاف پیدا کنیم. این میگه منهای 1 عضوی از جوابات نیست، ناگو میگه منهای 1 عضوی از جوابات نیست، اما گزینه شماره 1 میگه منهای 1 عضوی از جوابات میتونه باشه. خب چه چیزی بزنم منهای 1 دیگه؟ من تا جایی که ممکنه خودم سعی میکنم یه جوری از صفر و یک و منهای یک استفاده کنم. لکن اولی مثالی که میزنم صفر یک منهای یک. تمام سعیتون رو بکنید اگر این سه تا هست، چون خیلی ساده تر میشه حساب کتابش انجام داد. خب منهای یک اگه بزنیم منهای دو به اضافه یک میشه منهای یک، منهای منهای یک و منهای دو میشه سه، منهای سه آیا بزرگتر از منهای یک به تمام دو؟ این بر اصلا مثبته، چون قدر مطلق داره، این بر مثبته. قبول یا نه؟ یه عدد منفی از یه عدد مثبت بیشتره، میگیم غلطه. پس x مساوی با منهای 1 عضوی از جوابات نیست، اما گزینه 1 داره میگه منهای 1 عضوی از جوابات هست، داره ادعا میکنه منهای 1 عضوی از جواباته. پس 1 هم غلطه، پس جواب میشه گزینه شماره 2. جواب میشه گزینه شماره 2. بریم سراغ تست بعدی. اگر f(x) برابر باشد با این، دامنه تعریف f منفی x. خب f منفی x اول تشکیل بچه دامنه تعریف یعنی چی؟ دامنه شو پیدا کن. خب دامنه رادیکالی چجوری بود؟ یه مرور بکنیم با هم دیگه. دامنه رادیکالی یه خود یه جمله خیلی معروف بود دیگه، زیر رادیکال، من چرا دارم می‌نویسم ضریب، زیر رادیکال منفی نشه. این نکته باید رعایت بشه، فقط زیر رادیکال نباید منفی بشه، باقی هر چیزی بذاری درسته. خب بریم سراغش. f منفی x، اول f منفی x رو پیدا کنیم. f منفی x رو پیدا کنیم. f منفی x رو چون f x رو ما داریم، ما باید f منفی x نگاه دامنه f منفی x، پس f منفی x رو تشکیل بدیم. چه رادیکال؟ منهای x به اضافه قدر مطلق منهای x به اضافه 2. خب این الان دامنه اینو میخواد. قبول یا نه؟ دامنه این تابع رو میخواد. خب دامنه این تابع رو میخواد. بکن جای x باید چه عددی بذاریم تا این درست بشه؟ اینجا چی میگه؟ میگه x کوچیک‌تر از منهای 1 درسته، کوچیک‌تر مساوی منهای 1. اینجا میگه x کوچیک‌تر بزرگتر مساوی منهای 1 درسته. اینجا میگه x کوچیک‌تر مساوی 1، اینجا میگه x بزرگتر مساوی 1. خب پس تو بیا یه دونه عدد مثلا 1 بدیم. قبول یا نه؟ مثلا اصلا 1 چرا؟ بریم 0 بدیم. چرا 0؟ ناکن میگه x کوچیکتر از منهای 1 0 توش نیست. این میگه x بزرگتر از منهای 1 0 توش هست. این میگه x کوچیکتر از 1 0 توش هست. ولی این یکی میگه x بزرگتر از 1 0 توش نیست. پس ما میام جای x 0 میدم. جای x 0 میدم توی این یکی. توی این یکی اگه 0 بدم، 0 به اضافه قدر مطلق 0 به اضافه 2 میشه 2. پس شد رادیکال 2. رادیکال 2 درسته یا غلطه؟ رادیکال 2 درسته. زیر رادیکال میتونه مثبت بشه. پس x مساوی با 0 میتونه عضوی از جوابهای من باشه. کدوما؟ گزینه 1 میگفتن x مساوی با 0 نیست، گزینه 4 هم میگفت x مساوی با 0 نیست. پس 1 و 4 خط میخوره. میمونه بین 2 و 3. گزینه 2 میگه x بزرگتر مساوی منهای 1، گزینه 3 میگه x کوچیکتر از 1. یعنی چی؟ بذارید من بکشم واسهتون. منهای 1 1، گزینه 2 با سبز نشون میدم، گزینه 2 میگه x بزرگتر از منهای 1، میگه این ناحیه جوابته. گزینه 3 رو با قرمز نشون میدم، میگه x کوچیکتر از 1، میگه این ناحیه جوابته. خب این دو تا این وسط که اشتراکشونه، تفاوتی ندارن، این تفاوت‌ها رو باید بزرگتر از 1 و کوچکتر از منهای 1 بدیم. یه عدد بزرگتر از 1 بدیم، مثلا 2 بدیم. x میدیم 2.
جایی که بدیم دو میشه منهای دو به اضافه منهای دو به اضافه دو میشه صفر، زیر رادیکال شده منفی دو. آیا زیر رادیکال میتونه منفی بشه؟ میگیم نه، نمیتونه منفی بشه. زیر رادیکال به هیچ وجه نمیتونه منفی بشه. پس x رو داده بودیم دو دیگه، پس xای بزرگتر از یک غلطه. این داره میگه xای کوچیکتر از یک، پس این درسته. بگو این داره میگه xای بزرگتر مساوی منهای یک، یعنی xای بزرگتر از یک هم شامل میشه. پس گزینه دو غلطه. جواب میشه گزینه شماره 3. به همین آسونی. لطفاً تک تک این تستا رو دوباره خودتون عدد گذاری کنید با شیوه خودتون، یعنی چند تا عدد خودتون بذارید. تست 86، نمودار تابعین با خط به معادله ای در چند نقطه مشترکن. خب دو تا روش داریم دیگه، یکی اینکه این دو تا رو با هم دیگه، وقتی میگه با خط به معادله در چند نقطه مشترکن یعنی معادلهش حل کن. خب یکی اینکه معادله رو برابر قرار بدیم با هم دیگه حلش کنیم، خب که ساده ترین راهمونه. یا یه راه دیگه چیه؟ اینه که شکلاشون رو رسم کنیم دیگه. خب شکلاشون رو میتونیم رسم کنیم با استفاده از روش شکل، هم میتونیم حلش کنیم. ما اینجا چیکار کنیم؟ روش شکل زیاد حل کردیم دیگه، بریم سراغ حداقل یه دونه معادله حل کنیم یاد بگیریم. 4y مساوی است با 1، اینجا y برابر است با قدر x2 منهای x. ما میتونیم y ها رو با هم دیگه برابر قرار بدیم، نه 4y رو با y. پس اول میام y رو حساب میکنم، y هست 1/4. حالا میتونم 1/4 رو با این یکی برابر قرار بدم، 1/4 برابر است با قدر x2 منهای x. خب درسته نه؟ یه دور اینو حساب میکنیم که قدر x2 منهای x مثبت بیاد بیرون، یعنی خودش بیاد بیرون. درسته، یه دور خودش بیاد بیرون میشه x2 منهای x برابر باشه با 1/4. قبول نه؟ یه دورم قرینش بیاد بیرون، یعنی x2 منهای x برابر باشه با منهای 1/4 دیگه. قبول نه؟ برابر باشه با منهای 1/4. یادتون میاد چجوری اینو حل کردم؟ الان گفتم معادلات قدر مطلق دومی نکته که فکر کنم توی وارد قدر مطلق شده بودیم گفتم، گفتم اگه قدر مطلق یه چیزی برابر با 2 باشه اون x چی میشه؟ میشه مثبت 2 یا منفی 2. نگو قدر مطلق یه چیزی مساوی با 1/4 یا خودش 1/4 یا خودش منهای 1/4. یه مروری هم کردیم از اون، شاید اگه به ذهنتون نمیرسید. خب حالا بیایم اینو حلش کنیم دیگه، x2 منهای x منهای 1/4 مساوی است با 0. خب در چند نقطه میگه مشترکن. خب دلتاش چی میشه؟ b2 میشه 1 منهای 4 ضرب در منهای 1/4. خب این منها با این منها میشه مثبت، دلتاش شده مثبت. دلتا زمانی که میشه مثبت یعنی چند تا جواب داره؟ یعنی دو تا جواب داره معادله ما. خب تا اینجا این معادله دو تا جواب داشت، یعنی دو تا ریشه تا اینجا داریم، دو تا نقطه برخورد تا الان داریم. یه دونه نقطه برخورد از اینجا قاعدتا باید به دست بیاد، یکی یا دو تا دیگه. بریم حساب کنیم ببینیم آیا به دست میاد. میشه x2 منهای x به اضافه 1/4 مساوی با 0. این دلتاش چی میشه؟ b2 1 منهای 4 ضرب در 1/4. این 4 با این 4 1 منهای 1 میشه 0. دلتا شده 0. دلتا میشد 0. چند جواب داشتیم؟ یه دونه جواب داشتیم. پس یه دونه جواب اینجا داریم، دو تا جواب اینجا داریم، در جمع میشه 3 تا جواب. سوال چی بود؟ سوال سنجش سال 1394 بود. تست 87، جواب نامعادله قدر x به اضافه 1x کوچکتر مساوی 2.5 به کدام صورت است؟ سنجش سال 1394. ببینید بچه‌ها دوباره بازه داریم، دوباره بریم سراغ تکنیک عدد گذاری دیگه. چه تکنیکی بهتر از این؟ بریم سراغش. خب قدر x به اضافه 1x کوچکتر مساوی 2.5. خب بچه‌ها اینو میتونید به همون راه حل تبدیل به معادله هم حلش کنید. یعنی شما بیاید x به اضافه 1x یه قدر مطلقش مساوی با 2.5 فرض کنید، بیاید یه بار بگیرید x به اضافه 1x مساوی با 2.5، یه بارم بگیرید x به اضافه 1x مساوی با منفی 2.5. جوابایی که پیدا کردید توی گزینه‌ها پیدا کنید. به همین سادگی، به همین سادگی. اینم میتونید عدد گذاری با ساده تر دیگه. دو سه تا روش از هر سوال داریم بهتون میگیم، هر کدوم که خودتون صلاح میدونید حل کنید. من همیشه میگم اصلا باز اومد، اگر عدد گذاری نکنید دارید به خودت ظلم میکنید. بریم سراغش. جای x چه عددی بذاریم؟ اینجا میگه 1/2 تا 2، اینجا میگه منهای 2 تا 2، اینجا میگه منهای 1/2 تا 2، اینجا میگه منهای 2 تا منهای 1/2، 1/2 تا 2. یعنی این صفر نداره، این صفر رو داره، این صفر رو داره، اینم صفر رو نداره دیگه. درسته یا نه؟ ما میگیم x رو صفر بذاریم، چه عددی بهتر از صفر؟ آیا میتونم بذارم جایی صفر بذارم چی میشه؟ میشه صفر به اضافه 1/0. ای ریاضیاتو داره میاره زیر سوال، ریاضیاتو داره میاره زیر سوال. بچه دو تا چیز همیشه حواستون باشه، مخرج کسر نباید صفر بشه. اگر عددی گذاشتی دیدی شد صفر، بدون که این گزینه اصلا از بی خوبون غلطه. یا چی؟ زیر رادیکال نباید منفی بشه.
آقایون خانم‌ها این دو تا نکته رو یاد بگیرین، زیر رادیکال نباید منفی بشه. پس بنابراین اگر که دیدی زیر رادیکال منفی شد، بالکل غلط اون گزینه. خب اگر عددی گذاشتی دیدی اون منفی شد، بالکل غلطه. خب پس x رو گذاشتم 0، دیدم ریاضیات رو داره زیر سوال میبره، پس گزینه 3 و گزینه 2 خط می‌خوره، میمونه بین گزینه 1 و 4. گزینه 1 میگه 1/2 تا 2، گزینه 4 میگه 1/2 تا 2. درست، حرف درست گزینه 1، اما یه مقدار توی عدد منفی هم ممکنه درست باشه، بین منهای 2 تا منهای 1/2 میتونه درست باشه. خب اختلافشون چیه؟ خب این دوتا که مشترک بود، تنها اختلافی که وجود داره توی عدد منفی وجود داره دیگه. یه عدد منفی میذارم، چی بذارم؟ منهای 2 بسته است، همون منهای 2 رو میذارم. ایکس رو میذارم منهای 2، منهای 2 بذارم توی سوال چی میشه؟ میشه منهای 2 به اضافه 1 بر روی منهای 2 میشه چند؟ منهای 2، منهای 1/2 میشه منفی 2/5. منفی 2/5 آیا کوچیکتر مساوی 2/5؟ آخ ببخشید، میشه مثبت 2/5 چون قدر مساوی داره، عینش میاد بیرون. 2/5 کوچیکتر مساوی 2/5، میگیم بله مساوی 2/5. پس x مساوی با منهای 2 درسته، عددی که دادیم درسته، x مساوی با منهای 2 جواب درست مسئله است، اما گزینه 1 میگه x مساوی با منهای 2 جوابت نیست، پس گزینه 1 غلطه، جواب میشه گزینه شماره 4. تست 88، مجموعه جواب دستگاه، ببخشید تست 78، مجموع جواب دستگاه نامعادله این کدام است؟ قاعدتا نباید 78 باشه، قطعا تایپیست اینجا دستش خورده و اشتباه کرده، چون من از سال 88-89 به قبل نیاوردم اصلا سوالاشو، دنبالش نرفتم اصلا. تست 88، مجموع جواب دستگاه نامعادلات این کدام است؟ بچه دستگاه نامعادله یعنی چی؟ یعنی تو هر کدوم از اعداد رو بگیری، اینا کن الان میخوای عدد گذاری کنی درسته یا نه؟ چون بازه داده دیگه، نکن اینجا دفته x بین بازه منهای 1 تا 1، بین بازه 0 تا 2، الکی فقط این x آورده که تو رو گول بزنه، بین منهای 2 تا 2، بین منهای 1 تا 1. خب میخوای عدد گذاری کنی، عدد گذاری که میخوای بکنی باید توی هر دو تا نامعادله صدق کنه، چون داره میگه دستگاه نامعادلات، یعنی هر دو تا برقرار باید باشن. خب پس بیایم، گزینه 1 میگه منهای 1 تا 1 0 داره، گزینه 2 میگه منهای 2 تا 2 0 رو داره، گزینه 4 میگه منهای 2 تا 1 0 رو داره، گزینه 3 اما میگه 0 نداره، پس بهترین راه حل 0. ببینیم ما میتونیم یه گزینه، یه گزینه قاعدتا باید رد بشه دیگه، یا یه گزینه یا سه گزینه. اگر جای 0 بذارم 0 کوچیک‌تر از 2 درسته، و از اون ور منهای 1 کوچیکتر از 0 درسته، پس x مساوی با 0 جواب درست مسئله است، اما گزینه 3 میگه جواب غلط مسئله است، پس یه گزینه رد شد. بریم سراغ اختلاف بین گزینه‌ها، این میگه منهای 1 تا 1، این میگه منهای 2 تا 2، یعنی گزینه شماره 2 داره میگه x مساوی با 1 عضوی از جواب‌های مسئله، ناگهان میگه منهای 2 تا 2، یعنی x 1 بینشونه دیگه، پس 1 عضوی از جواب‌های مسئله، گزینه 2 داره اینجوری میگه. بریم ببینیم هست یا نه. 1 اگه بذارم 1 کوچیکتر از 2، و یک اگه بذارم 2 منهای 1 میشه 1، 1 کوچیکتر از 1، میگیم نه 1 برابر با 1، 1 برابر با 1 ازش کوچیکتر نیست، پس گزینه 2 داره اشتباه میکنه، گزینه 2 داره میگه 1 جوابته، پس گزینه 2 داره اشتباه میکنه. میمونیم بین گزینه 1 و 4، گزینه 4 میگه بین منهای 2 تا 1، ناگهان پس میگه منهای 1 هم درسته، ناگهان میگه منهای 2، این منهای 2 تا 1، منهای 2 تو خالی البته تا 1، قبوله اینجا منهای 1 دیگه، میگه منهای 1 عضوی از جواب‌های مسئله. خب پس میریم چیکار می‌کنیم؟ میریم منهای 1 رو می‌ذاریم ببینیم آیا درست میگه یا نه. منهای 1 اگه بذاریم چی میشه؟ منهای 1 قدر مطلقش میشه 1، 1 کوچیک‌تر از 2، درسته. و تست بعدیمون منهای 1 اگه بذاریم، منهای 1 دو تا میشه منهای 2، منهای 2 منهای 1 میشه منفی 3، درسته، میشه منفی 3 کوچیکتر از قدر مطلق منهای 1 هم که میشه 1 دیگه. خب منهای 3 کوچیکتر از 1، پس x مساوی با منهای 1 جواب درسته مسئله است، اما گزینه 1 میگه منهای 1 عضوی از جواب ها نیست، منهای 1 رو تو خالی گرفته، پس جواب میشه گزینه شماره 4. به همین سادگی عدد گذاری. تست 89، دامنه تعریف تابع با ضابطه اف ایکس برابر است با این کدام است؟ دقیقاً مثل اون چیزی که تازه بالا حل کردیم دیگه، تست تکراری سنجش 94 عینش هم توی کنکور داشتیم. خب دامنه تعریف یه جایی صدت بده دیگه، این داره میگه نکن، برای مثال گزینه 1 چی میگه؟ میگه 1 تا منهای 1 جوابه، گزینه 2 میگه بین منهای 1 تا 1، خود منهای 1 و 1 هم هستن، گزینه 3 میگه آر منهای 1 تا منهای 1. اینجا یه ذره اینجا اشتباه تایپی داره، اینجا بچه این میشه منهای 1 تا 1. در ریاضیات ما همیشه عدد کوچیکتر رو سمت چپ می‌نویسیم، خب اینو یادتون بمونه. خب حالا
گزینه شماره 3 میگه تمامی اعداد درستن جز منهای 1 تا 1. بکن میگه R یعنی اعداد حقیقی منهای منهای 1 تا 1، یعنی تمام اعداد درستن جز بازه منهای 1 تا 1 و خود منهای 1 و 1. گزینه 4 چی میگه؟ گزینه 4 میگه که تمامی اعداد درستن جز منهای 1 و 1، منهای 1 تا 1. قبوله؟ خب اگر که دقت کنید الان گزینه 1 و 2 میگن دو عضوی از جوابات نیست، اما گزینه 3 و 4 میگن دو عضوی از جوابات هست. چرا؟ چون میگه تمام اعداد هستن جز این بازه دیگه. خب جا ایکس بذار 2، جا ایکس اگه بذاریم 2 میشه رادیکال 2 به توان 2 4، 4 به اضافه 2 میشه 6، 6 منهای 2 میشه 4، میشه رادیکال 4. رادیکال 4 درسته یا نه؟ رادیکال 4 درسته. زیر رادیکال مگه منفی شد؟ نه، دامن تعریفش پس این تعریف شده است. پس ایکس مساوی با 2 عضوی از جوابهای مسئله هست، اما گزینه 1 و 2 میگن نیست. پس 1 و 2 خط میخورن، میمونن گزینه 3 و 4. بین گزینه 3 و 4 اختلافشون چیه؟ گزینه 4 میگه تمامی اعداد از جمله 1 و منفی 1 درستن، نکن؟ چرا منهای 1 و 1 رو تو خالی کرده، یعنی ازش کم نکرده. قبول یا نه؟ از بازه ما منهای 1 و 1 رو کم نکرده. گفته منهای 1 و 1 میتونه جوابت باشه. اما گزینه 3 داره میگه منهای 1 و 1 عضوی از جوابات نیست، کمش کرده. خب پس بیا منهای 1 یا 1 کدوم بذارم؟ من میذارم 1. یک اگه بذارم چی میشه؟ میشه یک به اضافه یک منهای دو شده رادیکال صفر. ما گفتیم زیر رادیکال فقط منفی نشه، صفر میتونه بشه. پس اینم تعریف شده است، یعنی ایکس مساوی با یک عضوی از جوابات هست، اما گزینه 3 میگه نیست. به این منفی توجه کنید بچه‌ها. پس گزینه 3 خط میخوره، جواب میشه گزینه شماره 4. تست 90، مجموع جواب نامعادله این کدام است؟ مجموع جواب نامعادله این کدام است؟ بچه‌ها به دو صورت میتونید اینو حلش کنید. یا اینکه بیاید شکلش رو رسم کنید، یا اینکه بیاید معادلهش رو حل کنید، دو تا راه حل، یا اینکه عدد گذاری کنید. همش درسته، بهتر من عدد گذاری رو برم دیگه، عدد گذاری خیلی کاربردیه. عدد گذاری اگه بخوایم بکنیم بچه، شکلش اگه رسم کنیم چجوری میشه؟ شکلش شبیه نمودار گلدونی میشه دیگه، منهای 2 5. خب برای مثال شکلش حدودانی همچین چیز در میاد، منهای 2 اینم 5، بعد منهای 2 اگه بخوایم بذاریم منهای 2 این میشه 0، منهای 2 میشه منهای 7، منهای 7 میشه قدر مطلق 7. خب بذارید با شکل اینو حلش کنیم، 7 میشه اینجا، اونورم 5 اگه بذارم 5 منهای 5 میشه 0، اینور 5 به اضافه 2 میشه 7 اینجا، این شکل کف شکل میشه اینجا، و اینورم دو تا عدد بدیم به این صورت در میاد. قبول یا نه؟ خب اینور چی میگه؟ y مساوی با 6. 6 رو رسم کنیم چی میگه؟ 6 رو رسم کنیم میگه اینجا، چون اینجا 7 بود بچه دیگه اینجا شده 6. خب این شده y مساوی با 6. میگه این 6 کجاها بالاتر، میگه این قرمزه کجاها بالاتر از آبیه؟ هیچ جا، هیچ جا بالاتر نیست. جواب گزینه شماره 3، هیچ جا ازش بالاتر نیست. توی تست شماره 91، مجموع جواب نامعادله این، مجموع جواب نامعادله این به صورت کدام بازه است؟ اینو بریم دیگه عدد گذاری دیگه، یا اینم میتونید بچه رسمش کنید. بگید چجوری x2 منهای 2x. خب میخوایم یه تابع درجه 2 یه سهمی رو رسم کنیم، راحت ترین کار اینه به مربع کامل تبدیل کنیم. یه به اضافه 1 و منهای 1 بهش اضافه میکنم، میشه x منهای 1 به توان 2 منهای 1. خب اینو چجوری رسمش میکنم؟ یه واحد دست، یه واحد میاد سمت راست، درسته، یه واحد میاد پایین. این سهمیه ما به این شکل میشه، سهمیه ما به این شکل میشه، از صفر هم عبور میکنه. خب و میمونه اون قدر مطلق x منهای 2. قدر مطلق x منهای 2 چی میشه؟ قدر مطلق x منهای 2 دو واحد میره دست راست. خب اینجا یعنی اینجا میشه دقیقا، درسته؟ خب اینجا اگه بشه دقیقا، خب بعد این ور میشه اینجوری، این ور میشه به این صورت، از اینجا عبور میکنه. میگه کجاها آبی بالای قرمزه؟ خب این قرمز اگه از اینجا انتقال پیدا کنه، نکنه در این فاصله، درست یا نه؟ از اینجا تا اینجا آبی بالاتر از قرمزه. خب یه راه حلش اینه که این خط آبی کسش دو منهای x رو با این رابطه برابر قرار بدی، معادلش رو حل کنی. قبول یا نه؟ خب یه راه حل دیگه هم عدد گذاریه دیگه. اصلا از طرفی یه طرفش چنده؟ یه طرفش اینجا نقطه برخوردشون دو دیگه. خب اون گزینه ای که سمت راستش دو نیست خط میخوره، یه گزینه شماره 1 خط میخوره، میمونه بین 2 3 و 4. قبول دارید این نقطه برخوردشون اینجا توی اعداد منفی قرار گرفته، درست یا نه؟ این داره میگه اصلا نقطه برخوردشون سمت اعداد مثبته، نه نقطه برخوردشون توی اعداد منفیه. خب اینم داره میگه صفر، بچا صفر نیست، توی اعداد منفیه. خب پس اینم غلطه، جواب میشه گزینه شماره 2. اینجوری هم میتونید اینو حل کنید بدون اعداد گذاری، هر دو تا سرعتشون مثل همه، این تکنیکایی که گفتم همشون سرعتشون مثل همه، هیچ فرقی نداره. شکل کشیدن ما خیلی داریم با شکل کشیدن کار میکنیم، خیلی خیلی، برخلاف کتاب که اصلا با شکل کار نمیکنه. تست شماره 92، سراسری 99، داغ داغ.
دروازه ها تا بی نمودار تابع با ضابطه این زیر خط ایگرگ مساوی با 2x واقع است، بیشترین مقدار بی منهای ها. بچه ها دوباره گفته زیر خط فلان واقع است. دو تا راه حل داشتیم، یک رسم شکل مثل بالایی ها، اینو بذارید با تکنیک تبدیل نامعادله به معادله حلش کنیم. قبول نه، چجوری میکردیم؟ میگفتیم قدر مطلق 2x دو منهای 4 رو برابر با 2x قرار میدادیم، درست یا نه؟ یه بار میگفتیم مثبت 2x، یه بار میگفتیم منفی 2x، دیگه 2x دو منهای 4 برابر است با 2x، 2x دو منهای 4 برابر است با منفی 2x. این دو تا معادله باید حل بشه. خب بریم سراغش. اینجا x های اینجا x های بزرگتر از چی؟ بزرگتر از ریشه داخل قدر مثلا. اینجا میگیم x های بزرگتر از مثلا رادیکال 2، اینجا میگیم x های چی؟ بین رادیکال 2 منهای رادیکال 2. خب حالا این دو تا رو چجوری پیدا کردم؟ یه توضیح بدم. اینو میدونم بلدید ها، میدونم بلدید، واسه اونایی که حالا یه ذره شد فراموش کرده باشن دارم توضیح میدم. گفتیم همیشه قدر مطلق روی چی میشکست؟ روی ریشه هاش میشکست، درسته نه؟ این دوتا ریشه داره، چون سهمیه دوتا ریشه داره، یکی رادیکال 2 یکی منهای رادیکال 2. خب میگیم بزرگتر از رادیکال 2 یا کوچیکتر از منهای رادیکال 2، درسته نه؟ چون تعیین علامت سهمی اینجوری بود دیگه، منهای رادیکال 2 رادیکال 2، بین دوتا ریشه منفی خارجش مثبت نکن، بین دوتا ریشه درسته منفی میاد بیرون، این منفی شده، قبول نه؟ خارج دو تا ریشه یعنی یا کوچیکتر از منهای رادیکال 2 یا بزرگتر از رادیکال 2 مثبت میاد بیرون، این شده این. خب حالا حل میکنم، 2x2 منهای 2x به منهای 2x منهای 4 منهای 4 مساوی است با 0 تقسیم بر 2، اگه بخوام بکنم میشه x2 منهای 2x منهای 2 مساوی است با 0. خب از اینجا من میدونم این منهای 2 رو میتونم بنویسم x، بذارید من اینو یه خورده هوشمندانه واسهتون حل کنم. یاد بگیرید یه راه حلش اینه که دلتا حل کنید، اینو دیگه همتون بلدید، اما من میخوام یه خورده قشنگتر اینو حل کنم. بگو این منهای 2 رو بشکون، بنویس منهای بنویس چی؟ منهای 2 رو من میتونم بنویسم به اضافه 1 منهای 3، قبول یا نه؟ منهای 2 رو بنویسم به اضافه 1 منهای 3. چرا مینویسم x2 منهای 2x به اضافه 1 منهای 3 مساوی است با 0، قبول یا نه؟ این x2 منهای 2x به اضافه 1 همون x منهای 1 به توان 2، پس x منهای 1 به توان 2 برابر است با منهای 3 برابر است با 3. x منهای 1 از یه فرجه اگه ازش بگیم x منهای 1 میشه رادیکال 3، قبول یا نه؟ یا x منهای 1 میشه منفی رادیکال 3، قبول یا نه؟ خب از اینجا x میشه رادیکال 3 منهای 1، x میشه چی؟ x میشه بخوام بهتون بگم منهای رادیکال 3 به اضافه 1، اینجا منهای 1 برابر میشه به اضافه 1. خب رادیکال 3 به اضافه 1 و منهای رادیکال 3 به اضافه 1، بریم سراغ قسمت بعدی، بعدیش هم حل کنیم. از اینجا اگه بخوایم حلش کنیم، از اینجا میشه 2x2 منهای منها چه به اضافه 2x منهای 4 مساوی است با 0. از اینجا دوباره این اگه بخوایم حلش کنیم، بخوایم بنویسیم و دلتا بریم و اینا، میشه د تقسیم بر 2 بکنیم، این بالا میشه x2. بچه من یه جایی کار اشتباه کردم، بذارید لطفا من اینو پاکش کنم. من الان داشتم تقسیم بر 2 میکردم، فهمیدم بالا یه جایی کار اشتباه کردم، میذارید اینو پاکش کنم. بالا من یه جایی کار اشتباه، میدونید کجا؟ اینجا که من اومدم تقسیم بر 2 منهای 2x رو تقسیم بر 2 کردم، x ننوشتم، میشه منهای x منهای 2. خب حالا این اگه بخوایم حلش کنیم، جمع دوتای کناری a به اضافه c برابر است با b، پس یکی از ریشه های من یکی ازش میشه منفی 1، یکی دیگه چی میشه؟ یکی دیگه میشه منهای سیام، منهای سیام منهای منهای 2 بر روی 1 میشه 2، پس x شد منفی 1، x شده 2، درسته؟ یکی از ریشه همون شده منفی 1، یکی دیگه شده 2. حالا کدوم درسته؟ گفتیم یا باید بزرگتر از رادیکال 2 باشه یا کوچکتر از منهای رادیکال 2. منهای رادیکال 2 از منهای 1 چهارم، منهای 1 ممیز 4. خب آیا منهای 1 از کوچکتر از منهای 1؟ نگون منهای 1 میشه این ناحیه، یعنی منفی، اما ما گفتیم اینجا مثبت اومده بیرون، پس منهای 1 غیر قابل قبوله، یکی از جوابای من میشه 2. بریم سراغ بعدی. از اینجا 2x2 یهو تقسیم بر 2 کنم دیگه، یهو تقسیم بر 2 کنم، خیلی طولانی شدیم مثلا، x2 به اضافه x منهای 4 مساوی است با 0. خب اینو دیگه باید دلتا بریم، دلتاش چی میشه؟ 1 منهای 4 ضرب داره 4 میشه رادیکال 17. نه رادیکال 17 نمیشه، چرا؟ چون 4 تقسیم بر 2 نکردم، اینم میشه 2. چرا اینقدر دیگه خستگی داره فشار میاره؟
یک به اضافه یک دو، دو منهای دو میشه صفر. پس آره به علاوه B به علاوه C شده صفر. یکی از ریشه‌های من میشه یک، یکی دیگه میشه C بر روی A. اگر نمیدونی راه حل چیه من توی فصل بعدی بهت میگم. اگر تا اینجا نمیدونی چیه اشکالی نداره، برو سراغ چی دلتا و با استفاده از دلتا ریشاتو به دست بیار. X میشه C A میشه منفی 2. حالا کدوم قابل قبوله؟ گفتیم باید بین منهای رادیکال 2 تا رادیکال 2 باشه، قبولی یا نه؟ X من باید بین منهای رادیکال 2 تا رادیکال 2 باشه. کدوم بین منهای رادیکال 2 تا رادیکال 2؟ منهای 2 که نیست، قاعدتا منهای 2 از رادیکال 2 از منهای رادیکال 2 کوچیک‌تره. پس این غیر قابل قبوله. پس X مساوی با 1 قابل قبوله. خب یکی شد 2، یکی شد 1. بچه‌ها دیدید دقیقاً هم باید دو تا به دست بیاد. همیشه اصلا دو تا به دست میاد. چرا؟ چون آ و بی دو تان. خب گفتیم کوچیک‌تره میشه آ، بزرگتره میشه بی. خب کوچیک‌تره آ میشه 1، بی میشه 2. چی از من خواست؟ بی منهای آ دیگه. بی منهای آ. بی منهای آ، دو منهای یک، دو منهای یک میشه یک، گزینه شماره یک. نه همین ساده. خب بریم سراغ سوال آخر. تست شماره 93، مساحت ناحیه محدود به نمودار دو تابع ایگرگ برابر است با رادیکال ایکس دو منهای چهار ایکس به اضافه چهار و ایگرگ برابر است با یک دوم x به اضافه 2. تابع دوم هست y برابر است با یک دوم x به علاوه 2 و تابع اولیه ما هستش y برابر است با رادیکال x2 منهای 4 x به اضافه 4. درسته بچه ها؟ خب اول ببینید ساده تر کنیم، مشخصه دیگه، مجذور کامل مجذور کامل قبوله، میشه رادیکال x منهای 2 به توان 2. چک کن ببین درست هست یا نه بچه‌ها، سری با دیدن دو تا جذر کامل نگید حتما اتحاد مربع، بعدش چک کن x2 منهای 4x. خب منهای 4x درسته، فقط همین یه دونه باید چک بشه دیگه، منهای 4x درسته، این توان 2 با این میره، عبارت من تبدیل میشه به قدر مطلق x منهای 2. خب بریم که حالا رسمش کنیم و داشته باشیم مساحت بینشو. قدر مطلق x منهای 2 یعنی 2 واحد میاد دست راست، این 1 واحد، اینم 2 واحد اینجا، درسته؟ این میشه قدر مطلق x منهای 2. بچه‌ها خط سمت راست چی بود؟ بعد از ریشه بود، خودش میومد بیرون x منهای 2. خط سمت چپ بگید، درسته، 2 منهای x، کاملا درسته. خب بریم سراغ تابع بعدی، با رنگ مشکی رسمش میکنیم. یک دوم x به اضافه 2، بچه ها این شیبش یکه، شیب اون یکی، شیب این یکی یک دومه، درست یا نه؟ شیب یک دوم کمتره، یعنی به این صورت میشه. عرض از مبدأش هم مثبت 2ه. خب اینجا 2ه بچه ها. چرا از اینجا میدونم اینجا 2ه؟ نقطه برخوردشون اینجا اتفاق میفته، میدونم از رو همدیگه عبور میکنن. چون نکن توی این تابع اینجا جاییه که x صفره دیگه، جای x اگه صفر بذارم اینجا پیدا میشه، عرض از مبدا پیدا میشه، جای x اگه صفر بذارم میشه قدر مطلق منهای 2، اینجا میشه 2. عرض از مبدا این تابع هم مثبت 2ه، پس یه دونه تابع از اینجا عبور میکنه، قبوله؟ خب این واسه این شکلی، حالا من یه خورده شاید این شکلی میشه تقریبا، این خط ما میشه، قبوله؟ خب این میشه خط ما. این میشه y برابر است با یک دوم x به اضافه 2. خب اینجا نقطه برخورد کجا شد؟ نقطه برخورد اینجا شد x در x 0 و y 2، درسته؟ یه نقطه برخورد پیدا شد، یه نقطه برخورد دیگه اینجاست، یه نقطه برخورد دیگه اینجاست که ما باید پیداش کنیم. خب چجوری پیداش کنیم نقطه برخورد؟ اینجا هم نقطه چنده؟ اینجا نقطه 2 و 0. اینجا بذارید اینجا بنویسم واسه تون، نقطه 0 و 2، درسته؟ خب موند کجا؟ موند این نقطه برخورد. خب این نقطه برخورد چجوری پیدا میکنیم؟ یک x منهای 2 رو باید برابر قرار بدیم با یک دوم x به اضافه 2. خب اینو حل کنیم، یک دوم x با x میشه یک دوم x، منهای 2 بیاد اونور میشه 4، x میشه 8، x میشه 8، یعنی این نقطه میشه 8. خب اینجا شده 8. ایگرگش چنده بچه ها؟ ایگرگش چنده؟ ایگرگش اگر که بخوایم حساب کنیم باید توی یکی از این تابع قرار بدیم دیگه، توی کدوم؟ هر کدوم که دلت بخواد. 8 ضرب در یک دوم 4، 4 به اضافه 2 6، پس اینجا 6ه. خب این فاصله 6ه. خب حالا میمونه که چجوری مساحت این مثلث رو بدیم، مساحت این ناحیه محدود رو پیدا کنیم. مساحت مثلث بود یک دوم ارتفاع ضرب در قاعده. خب نکنه اگه دقت کنید اینجا 90 درجه است دیگه، خب این ارتفاع، اینم قاعدش، قبوله؟ این ارتفاع، این قاعدش، چجوری حسابش کنم ارتفاع و قاعده رو؟ مگه فاصله بین دو تا نقطه نیست؟ این نقطه رو بگیریم A، اینو بگیریم B، اینو بگیریم C.
فاصله آتابی میشه ارتفاع. خب فاصله آتابی چجوری پیدا میشد؟ تفاضل عرضها به توان دو، تفاضل طولها به توان دو. خب 6 منهای 0 به توان دو به اضافه تفاوت تفاضل طولها، طول اینجا 8 بود اینجا 2، دوباره میشه 6 به توان 2. میشه چی؟ 6 به توان 2، 6 به توان 2 میشه 2 تا رادیکال، ببخشید میشه 2 ضرب در 36، قبول یا نه؟ 2 ضرب در 36 میشه 6 رادیکال 2، قبوله؟ خب بریم سراغ بعدی. بعدی چه؟ فاصله BC بود قاعده من. BC چجوری پیدا میشه؟ نقطه B و C، 0 و 2، 2 و 0 میشه 2 به توان 2 به اضافه 2 به توان 2 دیگه، درسته یا نه؟ میشه 2 رادیکال 2، قبوله؟ خب مساحت مثلث چی میشه؟ 1 دوم ارتفاع ضرب در قاعده. خب 1 دوم ضرب در ارتفاع من چقدر بود؟ 6 رادیکال 2. قاعده من چقدر بود؟ 2 رادیکال 2. اینجا 2 با این 2 میره، رادیکال 2 ضرب در رادیکال 2 میشه 2، 2 6 تا 12 تا، یعنی جواب میشه گزینه شماره 4. برای اولین بار توی سال 1399، برای اولین بار در سال 99 واسه اینکه مساحت رو به دست بیاریم مجبور بودیم که از این دوتا استفاده کنیم، یعنی ترکیبی شده بود بین هندسه، هندسه‌ای که بچه های ریاضی توی فصل اول حسابان یک دارن، و بچه های تجربی توی فصل دوم ریاضی دو دارن. خب یه مقدار ترکیب شده بود و نیاز بودش که این نکته رو بلد باشیم تا اینو پیدا کنیم. بازم ساده بود، چیز سختی نداشت و خیلی ساده به دست میومد. هیچ چیزی نبود که ما نگفته باشیم، هیچ نکته‌ای نمونده که از قدر مطلق و رادیکالی ما نگفته باشیم. شاید دارم میگم، مثلا یه مثال کمتری از معادلات قدر مطلقی، نامعادلات قدر مطلقی حل کرده باشیم. چرا؟ چون من هنوز معادله نامعادله رو درس ندادم، نخواستم زیاد واردش بشم. باز با این حال تمام تکنیکاشو اینجا گفتم. من دارم میگم شاید مثال زیادی حل نکرده باشیم که در فصل بعدی که فصل معادله و نامعادله هست مفصلا راجبش صحبت میکنیم و اکثر این نکاتی که اینجا گفتیم اونجا تکرار میکنیم. امیدوارم که از فصل اول ما لذت برده باشید و تونسته باشید باهاش عجین بشید. خیلی خیلی دوستتون دارم، خیلی خیلی دوستتون دارم. امیدوارم که بهترین ها براتون رقم بخوره. فصل اول ما 3 تا سوال بود به ظاهر، 3 تا سوال کنکور بود به ظاهر، اما من حاضرم بگم توی تمام تستای کنکور میاد، چون جزء مباحث پایه هستش. خودتونم اینو از من بهتر درک میکنید. این سوالات رو از دست ندید که اگر بخواید از دست بدید از دیدگاه من از مال دزدی بر شما حرام تره، چون خیلی آسونه. امیدوارم موفق و پیروز باشید. بدرود.